بچه ها سلام. سلام سلام. تو کن سفر بوری بالا باز دوباره. چی کن؟ خیلی سلام سلام. خیلی خوب بچه ها، باید توضیح بهتون بدم و شروع کنیم دیگه، هم بچه که اینجا هم بچه که تو خونه. یه توضیح بهتون بدم بر روند کاریمون. ببین کلاس سالینمون شروع شده دیگه. کلاس سالین یعنی چی؟ ما پارسا کلاس تست آخر داشتیم. تست آخر حالا بعضی ها بودن. قدمش رو بزرگتر کنم. بچه فقط چیزی تایپ نکنید تا موقعی که من برسم. سلام. خیلی خوب. ببین ما کلاس تست آخر پارسا داشتیم و کلاس سالیانه. این دو تا با هم دیگه خیلی فرق میکنن. حالا شما فرقاشو بدونید خیلی خوبه. تست آخر چی بود؟ ما اومدیم فقط 30% مباحثو درس دادیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا استو یه قسمت، اسید بازی یه قسمت. حالا امسال که اصلا این کارو نمی‌کنم، مثلا رایگان نداریم کلا. ما کلاس سالیانه چیکار می‌کنیم؟ میایم 0 تا 100 و همه چیو کامل کامل درس میدیم. 0 تا 100 مباحث رو کامل کامل یاد می‌گیریم. یعنی هر چی که باشه کامل بهتون میگیم. خیلی. امسال اصلا کلاس رایگان نداریم. ما فقط پارسالش بهتون جزوه هم میدم، همه چیو توضیح میدم، جزوه، آزمون، تکالیف، همه چیو بهتون میگم. پس تو کلاس سالیانه 0 تا 100 مباحث رو درس میدیم. حالا 0 تا 100 یعنی چی؟ یعنی تمامی مسائل از 0 تا 100 کامل کامل کار میشه. اینو کامل بهتون میگیم، استو محلول همه چیو کامل. بعد میریم سراغ مفاهیم، مثلا الکتروشیمی، اسید باز، همه چیو کامل کامل میگیم. بعد خطای کتاب، خطای کتاب 0 تا 100 همه رو بررسی میکنیم. این از این کاری که میخوام انجام بدیم، هم مسائل، هم مفاهیم، هم خط کتاب. نکته دوم، چیزی که من بلد باشی. پس مسائل کامل کار میکنیم، مفاهیم کامل کار میکنیم، خط کتاب هم کامل کار میکنیم. درسمون از الان شروع میشه تا کی؟ تا انشاءالله دیگه اواخر بهمن یا اوایل اسفند کامل هر 3 سال تمومه. پس هر 3 سال کامل همه چیو میگیم. خیلی خوب بچه ها، چرت نکنین دیگه. این از این. پس اوایل اسفند کامل همه چیو تمام میکنیم. از الان شروع میکنیم، هم دهم، هم یازدهم، هم دوازدهم. برای طرح درس ما هر جلسه معلوم میخوایم چیکار کنیم. یه طرح درس هم داریم. توی طرح درس نوشیم هر جلسه میخوایم چیکار بکنیم. یعنی از چی میتونیم طرح درس رو بگیریم. ما جلسه اولمون مشخصه، دوم تا کی همه چی اوکی اوکی. نکته بعدی آزمون. ما هر جلسه آزمون رو داریم. اصلا آزمون مشاور میخوای داشته باشی، هر چی داشته باشی، من آزمون خودم ازتون میگیرم. اینکه 100% یعنی هر جلسه آزمون رو داریم. نکته سوم گوش کن. آزمون یه چتو ببن. آره فیلم هم ضبط میشه. برنامه مطالعاتی هم داریم. یعنی چی؟ ببین مشاورت بهت برنامه میده دیگه. من کنارش یه برنامه خودم بهت میگم که چجوری بخونی، چیا رو بخونی، کدوم‌ها رو بخونی، چه چیزایی تست بزنی. یه چیز بعدی هم داریم، تکالیف. خدا به خیال دیگه. تکالیف. گوش کن، هر جلسه تکلیف هم داری. یعنی باید تکلیفت هم کامل انجام بدی. این از این. هر جلسه انجام ندی با جریمه داره. گرفتی؟ ما اولین چیزی که کار میکنیم چیه؟ گوش کن. بعد سریع توضیح بدم چون وقتمون کمه. استو. استو رو چرا کار میکنیم؟ چون 3-4 تا تست مستقیم داره. یعنی 12 تا 15% کنکور چیه؟ استوه. نکته بعدی چیه؟ تیپ بندیاش زیاده. خودت بری بخونی، شاید بدون نهایت 2 تا یا 3 تا تیپ از توش در بیاری. اما اگه استو رو بخوای کامل کامل مسلط بشی، 20 تا تیپ داره. من 20 تیپو کامل کامل برای درس میدم. این از این. پس تیپ بندیش زیاده، تا تستش زیاده. نکته بعدی که خیلی مهمه، تو فصل محلول ترکیب میشه با استوکیومتری. تو فصل سرعت یا سینتیک هم ترکیب میشه. تو فصل گرما هم ترکیب میشه. تو فصل اسید و باز هم ترکیب میشه. تو فصل تعادل هم ترکیب میشه. تو فصل الکتروشیمی هم ترکیب میشه. تو فصل 2 دهم با چگالی هم ترکیب میشه. تو شیمی عالی هم ترکیب میشه. یعنی اگه استو بلد نباشی با شیمی کامل حذف کنی. پس استو خیلی مهمه. گرفتی؟ بعد بچه‌ها میگن ما چجوری بخونیم؟ برنامه مطالعاتی بهتون میدم اگه بخوای درصد خیلی بالایی بزنی. اوکی؟ اما چیزی که برای کلاس من الان خیلی واجبه و ضروریه، کلاس رو که میای 2 ساعت قبل کلاس، این خیلی مهمه. تو اگر همین کارم انجام بدی درصد بالایی میزنی. 2 ساعت بعد کلاس. یعنی اگر هر کدومشو پشت گوش بندازی خیلی برات بده، خیلی برات بده. 2 ساعت قبل کلاس بخون، 2 ساعت بعد کلاس.
اگه با کلاس پیش نری اصلا هیچ فایده‌ای نداره، رو همگی جمع بشه هیچ فایده‌ای نداره. پس درسمون شروع میشه اواخر اسفند، اواخر بهمن یا اول اسفند کامل تمومه. تکالیف هم بهتون گفتم چیزایی که برای کلاس لازمه. بچه‌ها مثلا کتاب درسی لازمه؟ کتاب درسی اصلا اینجاست دور، اصلا لازم نیست. چون من تمامی جزوام همه چیو کامل کامل داره. یعنی خط به خط کتابو داره. حالا یه جزوه میارم براتون توضیح میدم. کتاب کمک درسی که بخوای درسنامه بخونی اصلا لازم نیست. بچه‌ها میگن آقا چرا مبتکران چرا فلان از این حرفا. تو بودی از من امروز پرسیدی؟ برای چی؟ آره. آقا مبتکران خیلی صبر اصلا لازم نیست. هیچ چیز لازم نیست. تو اگر میخواستی کتاب کمک درسی بخونی که اصلا نباید کلاس میمدی. گرفتی؟ من همیشه کامل کامل 0 تا 100 بهت میگم. آقا میتونی با مبتکران هم بری جلو، اما مبتکران تموم نمیشه بخوای یه دورم انجام بدی. حداقل باید 4 دور بکنی بخوای درصد بالایی بزنی. تو کلاس باشی خیلی راحت هر جزء رو 15 16 دور تا آخر سال انجام میدی. این از این. کتاب کمک درسی نمیخواد. بعد میگه جزوه دبیر دبیرستانم خیلی خوبه. من میگم آره خیلی خوبه. بعد بندازش دور. گرفتی؟ پس هیچ چی لازم نداری. تنها چیزی که لازم اصلا خرجم نمیخواد رو دست ما موقعیت بندازی کتاب کمک درسی بخری. الان میخوای 4 تا مبتکران کامل بخری میشه 1 تومن. گرفتی؟ تنها چیزی که برام لازمه چیه؟ جزوه. جزوه رو اگه داشته باشی جزوه توش چی داره؟ خط به خط کتاب درسی رو داره. حالا بهت نشون میدم. تمام نکات تستی رو داره. تمام تستای کنکور رو داره. اصل 86 تا 1400 همه رو کامل داره. دیگه چی داره؟ من خودم نشستم رفتم تست زدم. بذار وسط بیارم جزوه رو ببینیم. ها جزوه الکتروشیمی. بعد بچه‌ها میگن آقا ما آزمونا رو چیکار کنیم؟ مثلا اگه این شکل رو ببینیم مثلا شکلاش خیلی داغونه دیگه. این رو شکل رو نگاه کن. من دو تا شکل مثلا تو کتاب مبتکران رو خوندم دیدم شکلاش سختی گذاشتم اینجا. یعنی تو اگه اینو به جزوه رو بخونی این مبتکران رو خیلی سبز و میچو همه رو خوندی. بعد مثلا جلوتر که بریم حالا مثلا همه چی کامل است ببین. کامل گذاشتم اینجا. این تستای کنکور تیپ بندیاش همه چی کامل کامل هست. بعد خط به خط کتاب درسی هم توش هست. یعنی تمام خط به خط کتاب درسی گذاشتم همه رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. یعنی کل کتاب درسی. دیگه چی؟ بریم جلوتر. کتاب درسی، تستای کنکورش، تیپ بندیاش، شکلاش همه چی کامل کامل. دیدیم. گذاشتیم حل تست سنگین. چون جزواتو بخونی به 80 میرسی. بعد اینکه میگه آقا من ببین تو اگه 60 هم بزنی قبولی پزشکی هم پزشکی. بعد اینکه مثلا دانش آموز داره مثلا عبدالباسط حالا نمیشناسی یا نه. پارسال میومد فکر آقا من میخوام 100 بزنم. آقا من میخوام فلان کنم. حل تست سنگین اومد 4 جلسه هم حل تست سنگین اومد. الان شیمی کنکورش بالا 90. بالا 90 میزنه. یعنی کارنامه‌ش هم میذارم. بچه‌ها هم که بودن دیدن که سر کلاس اومده دیگه. این از این. عبدالباسط همون اول خیلی خوب. حالا دانش آموز مثلا خیلی زیاد داریم بالا 90. حالا یکی بود که کلاس آنلاین هم میومد چون مشهد نبود. این از این. اون اول که اومد به من پی ان داد میگم داره منو اسکان میکنه. اول پرم داره که آقا من عبدالباسطم و فلانم. گفتم همچین اسمی که اصلا نداریم آقا عبدالباسط. بعد گفت نه من جدی میگم از این حرفا. بعد گفتم فامیل چیه؟ بعد گفت عبدالباسط قرقول. بعد گفتم دیگه 100 درصد داره منو اسکان میکنه. دیگه کلی ازش شناسنامه و فلان اینا گرفتم دیگه کلاس ها رو اومد. مثلا بالا 90. 3 4 بالا 90 داریم امسال. حالا کارنامه هم میاد میبینیم دیگه. این از این. اگه سوال داریم بپرسین راجع به اینا. سوال نده کتاب تستو از همون جایی که تو کانالتون آره آیدی خودم آره از همونجا تعیین می‌کنین همینو گیر. اگه دوست نداشتین میتونین نگیرین ها. اون برای تکالیفتونه دیگه. بین میسی آره بگیری بهتره. نگرفتی هم اشکال نداره. کلی ضرر می‌کنین. آره کتابشون از پارسال همسال تغییر چرا تغییر کرده؟ تست جدید اضافه کردیم. آره تست جدید اضافه کردیم. پارسال گرفتی فامیل چی بود؟ ایزانلو. ایزانلو خب تستا جدید رو بگیم براتون بفرستم. پس این کارو بکن. تستا جدید بگیم براتون بفرستم. دوباره نخرید نگیری. شما خوب موقع خرید، موقع ارزونی خریدین. الان دیگه اونقدر نیست. بچه‌ها صدا، بچه‌ها ببخشید. همه چیو بهتون میگم یه بار دیگه میگم. خیلی خوب، چشم. از اون اول دوباره توضیح میدم. واسه جانمون نگاه کن به کلاس. تو رو خدا نگاه کن که باز وسطش مثلا وسط درس من یه ساعت درس من هیچ چی نفهمیدم. آقا یه چیز اول توضیح میدم، از اول توضیح میدم. گوش کن. میگه پانتومیم بود. گوش کن. ما پارسال دو نوع کلاس داشتیم. برای شما این مرور بشه. تست آخر داشتیم که رایگان بود و سالیانه. هیچ چیزی تایپ نکن. مثلا چطو ببن. تاثیر اون خرابه ببخشید دیگه. شما بزرگی خودت ببخشید. آقا ما تست آخر داشتیم و سالیانه. تست آخر رایگان بود. من 30 درصد رو درس دادم.
یعنی واقعا کسی همچی کاری هم نمی‌کنه 30 درصد درس بدم، من 30 درصد رو درس دادم. سالیان 0 تا 100 همه چی کامل کامل درس میدم. امسال دیگه تست آخر نداریم، فقط سالیان داریم، این 0 تا 100 رو درس میدیم. آقا کارمون چه جوریه؟ مسائل کامل کامل درس میدیم، مفاهیم کامل درس میدیم، خط کتابم خط به خط رو بررسی میکنیم. مثلا صفحه اول امام خمینی گفته مثلا دانشمندان بچه‌ها نم امیدهای مملکت، همون هم بهتون درس میدم، یعنی خط به خط همه چی کامل میگم. درسمون الان تموم میشه، اوایل اسفند تمومه. آقا درسی که بعد از عید بخونی به درد نمیخوره اصلا، دیگه حذفش کن. این از این درسمون که اینجا تموم میشه میریم سراغ چی؟ حل تست سنگین. یعنی چی؟ تو اگه کلاس رو بیای به 80 میرسی، اگه بخوای پزشکی قبول بشی 60 هم بسته، آقا تو به 80 میرسی. بعد یکی میگه آقا من میخوام 100 بزنم، من فلانم دوست دارم 100 بزنم، میگم این دوست داری اشکال نداره. حل تست سنگین میذارم، تستای خیلی خفن که بچه توش گیر میکنن و حل میکنن. آقا ما تره درس داریم. یعنی چی؟ اصلا هر کلاسی که میری اول بگو تره درس واسه من بفرستین، اصلا دبیری که ندارم تره درسش چی، اصلا به درد نمیخوره. ما جلسه اولمون مشخصه چی میخوایم کار کنیم، جلسه دوم مشخصه، سوم مشخصه، بعد احتمال اینم در نظر گرفتیم یه جا نرسیم، بنشم میشم کارگاه، یه کارگاه جبرانی میای اینجا همیشه میرسیم کار. آزمون داریم هر جلسه، یعنی هر جلسه باید آزمون بدی، آزمون ندی اصلا نمیخوای بیای سر کلاس. این از این. برنامه مطالعاتی داریم، بعضی مشاور نه مشاور داری که خیلی خوبه بگو تو برنامه‌ت بذاره. مشاور نه چوشی، من خودم بهت برنامه میدم که بخونی، چه جوری بخونی، چیا رو بخونی، کی بخونی، چقدر تست بزنی و این کارا رو بکنی. تکالیف چیه؟ هر جلسه تکالیف داری. حالا میگم تکالیف از چی است. بریم جلوتر. اولین محفظی که درس میدیم چیه؟ استو. چون 3-4 تا تست مستقیم داره، خیلی راحته. تیپ بندیاش خیلی زیاده. تو اگه خودت بخونی 2 تا تیپو بیشتر نمیتونی از توش در بیاری. من 20 تا تیپ میگم، اگه بلد نباشی 20 تا رو نمیتونی تست کنکورشو بزنی. بعد دیگه چی؟ با محلول ترکیب میشه، با سرعت ترکیب میشه، با گرما ترکیب میشه، با اسید باز ترکیب میشه، با تعادل ترکیب میشه، الکتروشیمی ترکیب میشه، دو دهم ترکیب میشه، درسته؟ شیمیایی هم ترکیب میشه. پس از همه مهمتر استو و جدول پایه شیمیه. بلد نباشی هست. چجوری میخونی؟ این چیزی که الان خیلی واجبه، از همه مهمتره، 2 ساعت قبل کلاس، 2 ساعت بعد کلاس، این از همه واجبتره. یعنی این کارو نکنی اصلا شیمی بذار کنار. اگر بیای سر کلاس کتاب درسی رو دیگه لازم نداری، کمک درسی رو دیگه لازم نداری. بعد میگم آقا من جزوه دبیر دبیرستانم خیلی خوب بود، خیلی معلم خوبی بود، میگم ایول، ولی بندازش دور، اینم به درد نمیخوره. فقط برای چیز کتاب، برای کلاس چیزایی که لازم داری جزوه منه، همه چیو کامل کامل داره که برات قبل هر جلسه بهت میدم، و برای تستم کتاب تست خودم جامعه است. اینو بگیریش کتاب بگیری لازم نداری. این از این. بعد جزوه رو گفتم به نشون بدم، ببین جزوه چجوریه. مثلا این قسمت الکتروشیمی سلول سوختیه. گوش کن، مثلا فرض کن میخوام هم بگه سلول سوختی رو بخونیم. میام اول چیکار میکنیم؟ یه خلاصه درس داره، بعد خط کتاب بررسی میکنیم، بعد دوباره از رو شکل به درس میدیم، واکنشاش اینجا هست، بعد اینجا یه جنبندی داره که مثلا آنو چیه، کاتو چیه، همیشه مشخص کن هدفش چیه، تمامی نکات قسمت های مهمش هایلایت شده سر کلاس. ببین این مال پارت جزء پارسال، خط به خط همه چیو بررسی کردیم. بعد بریم جلوتر، مقایسه ها، نکات خیلی مهم، نکات کنکورش خیلی مهم باشه بهتون میگم اینجاها. بعد که اینکه تموم بشه میریم سراغ سعی غلط. من همه جزوه هم امسال سعی غلط رو داره. بعد سعی غلط ها رو من از کجا آوردم؟ تستای کانون رو حل کردم خودم، گزندو رو حل کردم، سنجش رو حل کردم، مفتکران رو حل کردم، اینا رو خودم یهو اشتباه کردم، مثلا حواسم نبوده. گرفتی؟ بعد این چیزی که من اشتباه کردم شما هم اشتباه میکنین دیگه. اینو بذارم مثلا 10 تا، شما هر 10 تا رو غلط میزنین. اینو گذاشتم اینجا که انگار اونا رو هم خوندی. اینو بخونی انگار اونا رو هم خوندی. اینا تموم بشه میریم سراغ چی؟ تستای کنکورش. یعنی دیگه اصلا از این کامل‌تر اصلا نمیشه، اصلا نمیشه. ببین اگه ببینی من تمام تستا رو یکی یکی بررسی کردم. بعضی دبیرا مثلا یه تست حل می‌کنم میگم بغیر خودت حل کن. من یه دونه یه دونه حل می‌کنم، خط به خط رو حل می‌کنم. همیشه اینجوریه. اوکی. هر جلسه هم به جزوه میدم، از رو جزوه بخونی بعد بیای سر کلاس. ببین تستای جزوه مثلا ببین المپیاد شیمیه. چون المپیاد خیلی تکرار میشن توی کنکور. هیچ دبیریه اصلا این دبیر رو تو مشهد پیدا کن المپیاد جزوهش باشه. مثلا المپیاد من ندیدم والا. المپیاد نمیدونم، بریم جلوتر مثلا المپیاد آمریکا، مثلا تستای فلان، همه چی هست.
تو اولمپیاد آمریکا رو وسط بیارم ببینی فکر کنی الکی میگم. خیلی خوب بذار اینو بهت نشون بدم، بریم سراغ درسمون. اینجا که نه، تیپندیاش ایناست. حالا من استور تو کانالم گذاشتم، زیادم درس دادم خب، اما کامل درس ندادم. چرا کامل درس ندادم؟ چون کسی که میاد کلاس سالینو باید چیزی بیشتر بلد باشه دیگه، اونجا ناقصه. مثلا سه چهار تیپ مهمشو بهتون گفتم، اینجا تیپاش خیلی زیاده بخوام همه رو کامل بگم. سنجش هم هست، حالا جزوه بود نمیدونم چه المپیاد پیدا نمیشه. درصد خلوص المپیاد شیمی مرحله اول، المپیاد شیمی اون فکرم جلوتره، این کمش المپیاد چیه. اوکی بذار اول جزوه شروع میکنم به اونجا هم میرسیم. خیلی خوب ببین استور زیاد درس دادم، یعنی بعضی رو دیدین و بلدین خب، اما دوباره از اول درس میدم ولی تا آخر درس میدم. من همیشه 3-4 تا تیپ درس میدادم، اینجا میخوام 20 تا تیپ رو کامل بهتون درس بدم. خیلی خوب ببین اگه بخوای استور رو حل کنی، اولی توضیح بهت بدم که نگی چرا قبلا بهم نگفت. استو بخوای حل کنی چند تا روش داره. استو یکیش روش چیه؟ روش کتاب. روش کتاب خیلی خوبه خب، اما تست کنکور نمیشه باید جواب بدی، پس اینو میذارم کنار. یه روش دوم باز دبیر، مثلا یه لول بالاتر باشه چی درس میده؟ تناسب. تناسب هم خوبه اما قاطی میکنی. گفت تناسب الان مثلا بود دو ماه بخون تست بدم بازم قاطی میکنی، تست جزوه رو بهت میدم بازم قاطی میکنی. پس تناسب هم کاری با دبیرایی که باز یه لول بالاتر هم میرن سراغ چی؟ کسر. مثلا دبیرای کجا؟ من الان ترسی ندارم از اسمشون رو بگم. مثلا دبیرای خوب، مثلا تو کلاسینو، تاملن، نمیدونم فلان بلان، روش مبتکران، بهمن بازرگان، نه بابایی، نه این فلان، همه میان کسر رو میگن. کسر هم خوبه اما بازم میتونم به تست بدم که جواب نده، تست جزوه رو بدم که جواب نده، بری باش حل کنی. و یه باگ دیگه هم داره، ببین 10 تا کسر کنار هم دیگه است، 10 تا مثلا جزوه فرزانه رو نگاه کن، من جزوه همه دبیرا رو دیدم، جزوه از همشون کامل تره. 10 تا کسر کنار هم دیگه داده و سر کنکور ببین از کدوم استفاده کن. سر الان فرض میکنی خیلی راحته، الان سوال بدن حل میکنی، اما سر کنکور با اون استرسی که داری بگم بیا حل کن نمیتونی. گرفتی؟ احتمال لود شدنش خیلی پایین تره. این کسایی تو کنکور نتیجه میگن که کمتر فرمول یاد میگیرن، بیشتر میفهمن. گرفتی؟ روش برای روش سگامه. روش سگام تو تهران که بگیری اصلا کلا نیست، اصلا هیچ کی سگام نمیگه، هیچ کسی اصلا نمیدونه سگام چی است. خب تو مشهد یک دو تا دبیر هستن که میگن خب، اما اونا هم به این کاملی نمیگن، فقط چیزی از این میگن، میگن آقا روش سگامه. این از این. چیزی که میخوام بهت بگم آقا، تدریس میکنم ببینم سراغ حل تستاش، گوش کن. ما 3-4 جلسه اولمون فقط استوه، چون میخوام کامل کامل بگیم. روش استگام که بخوای باهاش سوالا رو حل کنی چند تا گام داره؟ 3 تا گام داره. ببین در اینت باید بفهمی که مثلا روش استگام میشه 3 تا گام. باز لبه چت رو باز کن با اونا صحبت کنم. آقا شروع کنیم. میگم وصله کجاست؟ خیلی خوب. بریم شروع کنیم دیگه. اوکیه. ترکیبی من درس میدم. آقا مثلا استور رو میخوام درس بدم، دهمو درس میدم، یازدهمو درس میدم، دوازدهمو هم کامل کامل میگم. المپیاد آمریکا رو هم براتون حل میکنم. خیالتون راحت بشه. من دهمم یه جور درس میدم بفهم چش. میشه فقط دهم رو ثبت نام کنین؟ آره. ردش کردم؟ آره، یادم رفت ردش کردم. سوالم نشین میتونین بپرسین؟ آره، هر جور سوال داشتین بپرسین. المپیاد آمریکا رو من دیدم رد کردین. آره، بابا رد کردم. اوکیه. چش. از این جلسه، جلسه بعدی دو سه روز قبل کلاس بهتون جزوه رو میدم. ما رو زیر صفر در نظر میگیره. من همیشه من دانش آموزامو خیلی در نظر میگیرم، آی کیو پایین و صفر. استو که میگین همون استیکیومتریه؟ نه، محلوله. و آزمونی که مرداد از اول مهر به تمام آزمونا میرسیم. از اول مهر. امروز چی درس میدین؟ فیزیک. فیزیک درس میدین. حرکت شناسی. آقا تو دوازم نرفتی مهم نیست، تو همینو یاد بگیر اوکیه. من سال به نظر تو کتابستون میتونم بخونم. یعنی چی من سال دوم هم تو تابستون میتونم بخونم؟ چرا نتونی بخونی؟ کتاب باز کن بخون. مصاب برنامه قرم چی میشه پیش بریم؟ ما به تمام آزمون ها میرسیم از اول مهر. جلسه بعدی که یه پنجشنبه. چند نفر ساعت ها میشن؟ ظرفی که رسیم کلان فکرم 100 تاست. الان نصفش پر شد. من پارسال این موقع 4 تا شاگرد داشتم. 4 تا بودن دیگه.
خدا من نمیتونم دروغ بگم. پارسال موقع 4 تا بودن. الان 20 برابرن. کتاب فست باید به من پی ام بدی. یعنی امسال سال 12 رو تموم کردم. اوکیه. هنوزم میشه ساعت تو هر موقع دوست داشتی میتونی ساعت اون کنی. الان این دو ساعت برای کلاس چی بخونیم؟ همین چیزا که درس دادم رو بخون. سالشم آره میشه جمعش. تو روزی یک ساعت هم بخونی میتونی جمعش کنی. جلسه بعد ادامه استو 20 تا تیپه. من اصلا هیچ 20 تا تیپو کامل درس ندادم. تو کانال من نگاه کنی 7 8 تا تیپه، 3 4 تا تیپه. زیاد میشه. فکر کنم 7 8 تا باشه. من میخوام 20 تا تیپو کامل درس بدم. 3 جلسه نیازه. کلاس مخصوص دهم یه قسمتایش با این کلاسه. آره، هر جور مشکلی باشه بپرس. ضبط هم میشه به بچهای حضوری میدیم، به بچهای آنلاین هم میدیم. آقا من یه جوری میام به آزمونتون برسه دیگه. تو جلسه جلسه رایگان کل استور میگین آره. هیچی نمیخواد بنویسی. من جزوه کاملو بهت میدم. بازی رو چیکار میکنین؟ نیمه اولش نمیتونیم بسیم، نیمه دوم میرسیم ایشالله. آره. مثل کافی شاپ هاتم پول میگیرن. یک چی بذار؟ اون 50 تومن. اون بهمایی ها رسما فرستاده بود دیگه. کنم بود چه مادره میکنم. جزوه خالی هم میدیم؟ بله. به نظرتون آزمون کدوم سوال شیمیش خوبه؟ به نظرم آزمون همه سوال شیمیشون خوبه. همه آزمون شیمیشون خوبه. همه. الان فعلا 7-8 درست هم احتمالا جداشون کنیم دیگه. بهمیار نمیاد نبلش کن. چند صفحه است جزوه؟ جزوه استوری من 100 صفحه است. کامل من باید کامل بگم. مثلا جزوه الکتروشیمی من یکی از دبیر کلاسی نو دیدم جزوه الکتروشیمیش 10 صفحه بود. من خلاصه کردم شده 130 صفحه. نمیدونم چی 10 صفحه کامل میگن. 100 صفحه نه، آره میگم کامل، همه رو میگم. خیال راحت. آره. اگه میخوای تو کنکور بالا بزنی باید اینجوری بخونی. آقا سر چطور ببن؟ مثلا من جزوه مثلا یکی از دبیر کلاسی نو دیدم جزوه چقدر بود؟ استوش 3 صفحه بود. به قرآن 3 صفحه بود. 3 صفحه یا 4 صفحه بود. گفتم بابا چجوری اینقدر چی میگم؟ نه نه نه. من کلا اینجوری ام. من جزوه الکترونیکی 160 صفحه بود کردم 130 صفحه. دیگه از اون کمتر دیگه نمیتونم بگم. یعنی باید مراد همه چی کامل بگم دیگه. نه برای حضوری ها فرق داره. آره. خیلی خوب. ببین روش سگام گوش کن، همین الان یاد میگیری. این مامان تعلیم بشینه پای سیستم الان یاد میگیره. هر پایه‌ای باشه یاد میگیری. آقا روش سگام چند تا گام داره؟ 3 تا گام داره. خوب گوش کن، من 10 بار اینو تکرار میکنم. روش سگام چند تا گام داره؟ 3 گام. گام اولش چیه؟ نوشتن واکنش. بعد بچه‌ها میگن آقا واکنش نویسی سخته. اینو چیکارش گام اول ما چیکار کنیم توش میمونیم؟ آقا گام اول همیشه خودش بهتون میده. تو سوال واکنشو بهتون میده. کنکور 99 نگاه کن، 1400 نگاه کن، واکنشو بهتون میده. خب؟ پس نوشتن واکنش لازم نیست اصلا کاری انجام بدی. واکنشو بهت داده. همین. گام دوم چیه؟ اطلاعات مسئله. اینجا هم لازم نیست کار خاصی انجام بدی. هر چی مسئله گفته زیر همون ماده بنویس. مثلا میگه 20 گرم آب زیرش بنویس 20 گرم. مثلا میگه 2 مول NaOH زیرش بنویس 2 مول. یعنی کار مثلا میگه 2 لیتر آب زیرش بنویس 2 لیتر. یعنی کار خاصی نمیخواد انجام بدی. اوکی؟ فقط حواست باشه تو گام دوم، تو گام دوم گرم اجازه ورود داره. پس تو گام دوم گرم اجازه ورود داره. مولم اجازه ورود داره. اوکی؟ اما این نکته خیلی مهم، لیتر اجازه ورود نداره. پس گام اول چی شد؟ نوشتنه؟ از کجا میاری واکنشو؟ خود مسئله بهت داده، اصلا نوشته واکنشو واسه. برو تست 1400 رو نگاه کن بهت داده. گام دوم چیه؟ اطلاعات. بعد چیکار کنی؟ هر چی مسئله گفته زیر همون ماده بنویسی. مثلا میگه 2 مول آب زیر آب بنویسی چی؟ 2 مول. مثلا میگه 3 لیتر آب زیر آب بنویسی چی؟ 3 لیتر. نه دیگه، حالا بهت میگم. اینو مینویسی بعد میگم چیکار میکنی. تو گام دوم گرم اجازه ورود داره. مول اجازه ورود اما لیست اجازه ورود نداره. خب بچه هم گیرن آقا اجازه ورود نداره چیکار میکنیم؟ دو تا حالت پیش میاد برای لیتر. یا لیتر رو ضرب در مولار میکنی. ضرب در چی؟ واحد مولار چیه؟ آفرین، مول بر لیتر. الان چی با چی خط میخوره؟ چی میمونه؟ مول. پس لیتر رو ضرب در چی میکنی؟ مولار. واحد مولار چیه؟ چی و چی خط میخوره؟ چی میمونه؟ مول. یا یه حالت دیگه هم داره، لیتر رو
زب در چگالی میکنی. لیتر رو زب در چی میکنی؟ چگال. واحد چگالی چیه؟ گرم بر لیتر. چی با چی خط میخوره؟ چی میمونه؟ گرم. این قسمت هر سال سوال، یعنی امسال هم سوال اومده، یعنی هر سال سوال، دو تا تستش همینه فقط. آقا گام اول چی شد؟ نوشتن واکنش. واکنش رو از کجا میاری؟ آفره. گام دوم چیه؟ اینجا چیه؟ اینجوریه. اینجور نمیکنی درست کنیم. نه هر اسمی اینجا گیر میکنم. گام دوم اطلاعات مسئله. یعنی باید چیکار کنی؟ هر چی گفته زیر همون ماده بنویس. میگم دو مال آب بنویس دو مال. اصلا نمیخواد بفهمی. یعنی به خدا بچه اول دبستان میتونه این کارو انجام بده. تو گام دوم گرم اجازه ورود داره. بعد بچه‌ها میگن یعنی چه اجازه ورود داره؟ آقا بگو سه گام مال ما، ما میگیم اجازه ورود داره نداره. گرفتی؟ هر کی ازت پرسید همین رو بهش بگو. مثلا میگی چرا مال اجازه ورود داره؟ بگو چون سه گام ماه. گرفتی؟ میگن لیت اجازه ورود نداره. چند تا حالت واسش پیش میاد؟ دو تا حالت. یا لیت رو زب در چی میکنی؟ چی با چی خط میخوره؟ چی میمونه؟ مول. یا لیت رو زب در چی میکنی؟ واحد چگالی چیه؟ چی با چی خط میخوره؟ چی میمونه؟ گرم. واحد مولار چیه؟ واحد چگالی چیه؟ چگالی؟ مول؟ مولار؟ مولار؟ چگالی؟ خیلی نمه دیگه. این در میاد بفهمیم به خدا برای من بسته. گام سوم چیه؟ اطلاعات شخصی. پس چیه اطلاعات شخصی؟ تو اطلاعات شخصی یا گرم داری یا چی داری؟ اگر گرم داشتی جرم مولی میذاری، مول داشتی چی میذاری؟ زری. پس گرم داشتی چی میذاری؟ جرم مولی، مول داشتی چی؟ زری. الان استو تمومه، لنس تو کلان تموم شد دیگه. این صد صفحه که میبینی همش همینه، یعنی هیچ چیز جدیدی دیگه نداره، همش همینه. گرفتی؟ تموم. دو سه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم، همینجا یاد بگیری ببینیم سراغ تستاش. آقا گام اول چی بود؟ اون چت اینا هم باز کن، اینا میخوان دوستان جواب بدن. من تو خونه داره میگه نوشتن ما کنه. گام اول چی بود؟ آقا شما هم جواب بده. نوشتن واکنش. گام دوم چی بود؟ خب گام دوم اطلاعات مسئله. باید چی کار میکردی؟ هر چی میگفت زیر همون ماده مینویس. نمیخواد بفهمی. بعد بچه هم که آقا اختصال شیمی خیلی مفهوم میشه، من نمیفهمم. آقا بذار اینجا بفهم بنویسم دیگه. نفهم نفهم. گرفتی؟ بعد بچه‌ها تست میارن واسهت. خوب اگه بخوای خود خیلی درگیر بکنی تستا نمیتونی حل بکنی. بعد اگه خود زیاد درگیر نکن تو استو هم تو اصلی رو باز باید بفهمی. تو استو نمیخواد بفهمی. نفهم. گرفتی؟ اطلاعات مسئله. باید چیکار کنی؟ هر چی مسئله میگه زیر همون ماده بنویس. مثلا میگه 2 مول آب زیرا بنویس 2 مول. مثلا میگه 2 لیتر NaOH زیرا بنویس NaOH. گرفتی؟ میگه ما در کل نمیفهمیم. خیلی خوب. آقا تو گام دوم گرم اجازه ورود داره یا نه؟ برای چی؟ آفه. مول اجازه ورود داره یا نداره؟ داره. آره. ببینید بچه‌ها درست جواب میدن؟ بچه‌ها چرا لیتر اجازه ورود نداره؟ یا گرم اجازه ورود داره؟ چرا؟ اسمش هیه. میگن هی. چون سگام. من صداتون رو ندارم، صداتون رو سهان، صداتون ندارم. چون سگام، چون سگام ماه. گرفتی همین رو بهش بگو. مثلا مشهده میگه مایه. این چون سگام مایه. خیلی. گرم اجازه ورود داره. مول اجازه ورود داره. اما لیت اجازه ورود نداره. چند حالت واسش پیش میاد؟ یا ضرب در چی میکنم؟ واحد مولار چیه؟ مولار. چی با چی خط میخوره؟ چی میمونه؟ مول. یا لیت رو ضرب در چی میکنم؟ واحد چگالی چیه؟ لیت با لیت خط میخوره؟ بعد بچه میگن مولار و چگالی و مول و اصلا مول چیه؟ آقا اینا جلوتر میفهمیم، فعلا اینو یاد بگیر. بعد میگن مولم چیه؟ گرمم چیه؟ نمیدونم چیه. گام سوم اطلاعات شخصی. یا گرم دارم یا مول. گرم داشتم پشتش چی میذارم؟ مول داشتم زری. آقا الان تموم استیکمنتی، یعنی من فهم میکنم تست دیگه حل کنم، یعنی کلا دیگه تمومه. مثلا نکات نوشتم اینا رو، مثلا اینا هیچی نیست. خیلی خوب. بیا با هم دیگه سوال حل کنیم. یعنی بعد از جلسه هر تستی از هر جای دوست داشتی حل کن. آقا گام ببین سه گام. یعنی چند تا گام داره؟ سه تا گام. مثلا نوشتم 1 2 3. یعنی دوست سه گام. گام اولش چیه؟ نوشتن واکنش از کجا میاری؟ دو تا ان او ان سه میدهد دو تا ان او به اضافه سه تا خود سوال بهت
داده اینو. خود میگم خونه خودش بهت میده. اینجا نداره چون سالش مال چنده؟ سال 86ه. خب؟ میدونی برای چی؟ سال 8 از سال 98 به قبل واکنش نمیدادن. از سال 98 به بعد گفتن واکنشو میدی. گرفتی؟ این از این. آقا گام اول نوشتن واکنش. یه استاد تخته خیلی کوچیکه. دیگه وسمون همینه. واسه تو برنامه نیست که این تخته رو عوض کنی. خیلی. گام اول چی بود؟ نوشتن واکنش. نوشتیم. خیلی مثلا گام سختیه. گفته چی؟ برای تهیه 84 لیتر گاز نیتروژن. زیر نیتروژن چی بنویسم؟ ماشاءالله. تمام. نمیشه همین رو نمیشه، کار خاصی نمیخوام انجام بدم. گفته چند گرم NaNSه باید تجزیه شود؟ چند گرم؟ تا اینجا رو فهمیدی؟ پس گام دوم رفتیم، گام سوم بریم دیگه کلا تمومه. آقا گرم اجازه ورود داره؟ نه. لیتر اجازه ورود داره؟ نه. آقا یکاشو بنداز پایین. یکای این چیه؟ یک گرم رو بنداز پایین. مثلا میگن یک کیلومتر، یکاش چیه؟ کیلومتر. مثلا میگن یک گرم، واحدش چیه؟ گرم. خب پس من اینجا گرم رو انداختم پایین. انداختم تو گام سوم. آیا لیتر اجازه ورود داره؟ باید یا ضرب در چی میشد؟ یا چگالی. بچه‌ها میگن تو کدوم ضرب کنیم؟ ببین سوال به چی داده؟ چگالی رو چقدر داده؟ خب تو گام چندم ضرب در لیتر میشد؟ تو گام دوم. خب اینو ضرب چگالیش میکنم. 92 صدم چی؟ گرم بعد لیتر. شیوا چی خط میخوره؟ خب الان یکاشو بنداز پایین. یکاش چیه؟ گرم. اوکی تا اینجا؟ آقا رفتم گام سوم. تو گام سوم یا گرم داشتم یا مول. گرم داشتم پشتش چی میذاشتم؟ مول داشتم پشتش چی میذاشتم؟ ضریب. من فرض میکنم تو نمیدونی جرم مولی چیه. میخوام ما هم دیگه حساب کنیم. الان مگه اندو نیست؟ میخوام جرم مولیشو حساب کنم. برو سراغ پرانتز همیشه. خب این چنده؟ 14. چند تا 28؟ چند تا 14 تا؟ دو. میشه چقدر؟ 28. چند تا 28 تا؟ پس 3 ضرب در 28. اینجا میخوام حساب کنم. مگه نگفته NaN3؟ به ضریبش کاری ندارم. میگم Na چنده؟ 23. چند تا 23 تا؟ دو. نه، 1. به ضریبش کاری ندارم. 1 دونه 23 تا. میگم 23 تا. به علاوه N چنده؟ 14. چند تا 14 تا؟ 3 تا. 42. کلا میشه 65. چند تا 65 تا؟ آقا تموم شد. کلا استو تمومه. بعد باید قسمت ریاضی که باید ساده کنیم با هم دیگه. بعد بچه‌ها میگن آقا من ساده کردم بلد نیستم. ببین من ساده کردن دور در رو نزدیک در نزدیک همه چیو کامل به درس میدم. ضرب و تقسیم. آره همه چیو بهتون میگم. من دانش آموز پارسالش هم خیلی قوی بود. جواب سوال میشه یه دوم. بعد نیم به دست آوردم گفت گزینه ها نیست. میگم آقا یه دوم همون نیم. من موقع اسید خوردم دیگه چیکار. آقا فرض کن 4 تا عدد داری. X, Y, Z, W. X, Y, Z, W. اصلا شیمی رو باید فیزیکی یاد گرفت. X, Y, Z, W. آقا مگه 4 تا عدد نداری؟ چجوری با هم دیگه ساده کنی اینجوری؟ مثلا آقای هیدایی هست میگه بچه ها دیگه میدن. آقا اینجوری ساده میکنی. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم با کناریش. الان X کناریاش کدومه؟ Y و Z. بگید در همیت بفهمی اوکیه. Z با کدوم ها ساده میشه؟ X و W. آقا Y با کدوم ها ساده میشه؟ کناریاش کدوم هن؟ W و X. تمام. همینجوری ساده میکنی. حالا میخوام با هم دیگه ساده کنم. خوب گوش کن، میخوام اصلا محاسبات هم یاد بدم. گوش کن. میخوای با هم دیگه ساده کنی دیگه. درسته؟ 3 تا 28 میشه 84 تا. مگه با این ساده نمیشه؟ این با این ساده میشه. میشه 1. دیگه چیزی میتونم چیزی ساده کنم؟ نگاه کن. نه. طرفین وسطین x ضرب در 1 میشه چند؟ x. حالا اینجا خوب گوش کن. 2 تا 65 میشه 130 تا ضرب در 130 ضرب در 92 100. قبول داری این صفر با این صفر میره؟ بعد بچه ها میگن 13 رو ضرب در 92 کنیم تقسیم بر 10 کنیم. میگم یکان این چنده؟ یکان این چنده؟ 3 دوتا؟ یکان جوابت هم باید 6 باشه. میشه گزینه چند؟ 4. گرفتی؟ بعد بچه ها میگن 2 تا 6 بود چی کار میکنیم؟ خب به موقع برو حساب کن. وقتی یکی 6 بزن دیگه خنگ نیستی. گرفتی 6 شد؟ این کل استوری. یعنی تا آخر همینه. تا
آخر همینه. من تازه با سوال سخت‌تر شروع کردم. یه سوال دیگه. استاد تدریس فصل یک کی شروع می‌کنه؟ هر موقع. آقا رو توضیح میدم، همه چی کامل میگم. آقای سرپله. یاسین سرپله هم دقیقاً مثل عبدالواسطه. این هم بالا 90 میزنه احتمالاً. دوباره سوال کردم تو تستای بعدی بهتون میگم. چاکرم. طرح درس هم براتون میفرستم. اوکی. ما طرح درس مشخص هر جلسه می‌خوایم چیکار بکنیم. اسید و باز سوالش سخت نیست خیلی. ما در روش داریم دیگه. برای اونم روش داریم. نقشه گنج. اونو بگیم دیگه کامل هر سوالی باشه حل میکن. نگران نباش. یکی دیشب پرمیدم آقا من نگرانم. گفتم نگران نباش. هر رفت دیگه. دیگه جواب ندارم. آقای حشمتی رو میشناسیم؟ من به خدا نمیشناسم. جمولیا رو حفظ کنیم؟ نه. تره درس رو میفرستم دیگه. ثبت نام بکنی خانم براتی واسه میفرستم. تست بعدی گوش کن. گام اول چی بود؟ نوشتن واکنش. آقا واکنش از کجا میاری؟ خیلی خب تمام. این کاری لازم است انجام بدی. گفته از تجزیه 6.5 گرم NaNSه. زیر NaNSه چی می‌نویسم؟ ببین به جایی که بنویسی مثلا 6.5 بنویس 65 دهم، فرقی با هم دیگه نداره. مثلا میگه 9 دهم. تو بنویس 9 دهم. گرفتی اینجوری بنویسی خیلی بهتر. مثلا گفته 6.5 گرم تو بنویس 65 دهم. گفته چند لیتر گاز نیتروژن؟ خیلی به من اینو جواب بده. آیا این گرمه؟ گرم اجازه ورود داره؟ نه. اینجا چی میفته پایین؟ گرم. آیا لیتر اجازه ورود داره؟ نه. باید یا زد در چی بشه یا زد در چی؟ میگه از کجا بفهمیم واکنش چه جوری بنویسیم؟ مثلا یه آبسر تو خدا من میگم. میگم واکنش خودش بهت میده. واکنش خودش بهت میده. واکنش خودش بهت میده. بچه یه بار بگین همگی واکنشو تمام صداتون نرفت. یه بار بلند بگین واکنشو خودش بهت میده. تمام دیگه اوکی فکر کنم دیگه رفت. خیلی گوش کن. اینجا لیت اجازه ورود داره یا نداره؟ نه. نداره. یا ضرب در چی میشه؟ بلا. یا ضرب در چگالی. خب الان سوال به چی داده؟ بعد دانش آموز از من دیروز همین تستا رو حل کردم سر کلاسشون. میگه از کجا بفهم مولا رو بذاریم یا چگالی؟ میگم بابا نگاه کن فقط چگالی بهت داده. پس باید فقط چی بذاری؟ چگالی. در همین حد. میشه چی؟ 9 دهم گرم بر لیتر. چی و چی خرد میخوره؟ چی میفته پایین؟ آفرین. آقا گرم میفته پایین پشتش چی میذاشیم؟ بالا حساب کردیم میگیم مگه نمیشد 28. چنده 28 تا؟ آقا اینجا چی میفته پایین؟ گرم. اینا مگه 65 نشود بالا حساب کردیم. دو تا 65 تا. حالا ساده کردم. هر کدوم با چی؟ کنارش. مگر این 65 با این 65 نمیره، مگه کنارش نیست. مگر این 1 دهمه با این 1 دهمه نمیره. مگر این 2 با اون 28 نمیره. این چه 1 میشه چقدر؟ 14. مگر این 3 با اون 9 نمیره. این میشه 1 مرتبه این چه چقدر؟ حالا طرفین 3x ضرب در 1 میشه چقدر؟ 14 ضرب در 1 چقدر میشه؟ 14. x هم میشه چقدر؟ 14 سوم. ما تقسیم کنه دیگه میشه 4 ممیز 67. کدوم گزینه؟ 4. اوکی؟ بگو. نه 65 با 65 10 با 10 2 با 28 3 با 9. تست بعدی. خیلی استاد اشتاق درصد کنکور رو میتونم چاکرم بابونه. نمیشه یک کاناشو تقسیم کنیم؟ نه. نکته در نیار دیگه. من از گروه ریموف کردم. آره زیاد حرف میزنیم. فقط پنجشنبه تدریس میدهید؟ بله فقط پنجشنبه تدریس میدهیم. تدریس نمیکنم. تدریس میدهیم. به گلای تو خونه توجه نمی کنیم. چرا؟ من تو گروه نیستم. خب تو گروه بیا. خیلی اوکی. مهم نیست که صورت رو یا مخرج ساده بشه. صورت ها با صورت ها، مخرج ها با مخرج ها. زهرا جان یه ذره چی کن؟ خودتو فعال کن. خیلی خوب. واکنش بعدی. دوتا کاستیل. بعد بچه ها میگن آقا من نمیدونم کدوم پتاسیم کلوراته، کدوم پتاسیم کل. نه همه رو کامل میگم. گرفتی؟ همه رو کامل میگم. مثلا تو فرق مثلا برلیوم با بورم ندیدی من بهت میگم همه رو. این جلسه فرسته. آقا دست درد نکنه.
همه چی کامل کامل میگم. کلاس تا کیه؟ تا زمانی که طول بکشه. خیلی گوش کن چی گفته اینجا. گفته برای تهیه. دیگه صحبت نکنید. لینک کانالم چرا بهتون میدم. برای تهیه 7.68 لیتر گاز چی؟ اکسیژن. زیر اکسیژن چی بنویسم؟ 7.68 لیتر. حالا میتونی کسری هم بنویسی فرق نمیکنه. گفته چند گرم پتاسیم کلرات باید تجزیه شود؟ چند گرم. خوب گوش کن. عادت میکنم دیگه همه تون میدونی باید چیکار بکنین دیگه. گرم اجازه ورود داره؟ میندازمش پایین یا بندازم؟ نه نندازمش پایین، میندازم. آیا اون گرم اجازه ورود، لیتر اجازه ورود داره؟ باید ضرب در چی بشه؟ یا ضرب در چگالی؟ چرت و پرت میگه. هی چی میگه؟ عدوی سالاد مشدی چیه؟ الان هی اکلس بسر نور باید چیز دیگه جواب میدم. خیلی واسه کتاب تخفیف بزن، کتاب من چقدر هست که تخفیف هم بزنم. خیلی خوب. آقا اون لیتر اجازه ورود داره؟ نداره. باید یه ضرب در مولار بشه یا چگال؟ تو سوال به چی داده؟ چقدر داده؟ چگال گاز اکسیژن چقدر داده؟ 1.25. باید ضرب در چی بشه؟ لیتر. صدم گرم و لیتر. چی با چی خرد میخوره؟ چی میفته پایین؟ قبول داری؟ الان ما وارده چی شدیم؟ گام سوم. من گفتم تو گام سوم اگه گرم داشتیم پشتش چی میذاریم؟ جرم مولی. آقا جرم مولی کاسیلو سر میخوام حساب کنم دیگه با استفاده از تو پرانتز. کار رو ده چقدر؟ 39. چند تا 39 تا؟ 1. 30 رو چقدر داده؟ 35. او رو چقدر داده؟ 16. ضرب درسته میشه چقدر؟ 40. کلن میشه 122.5. آقا مگه نمیشه 122.5؟ چند تا 122.5؟ میشه 245. دو 122.5 مگه نمیشه 245؟ این از این. اینجا اگه گرم نیست باید پشتش چی بذارم؟ جرم مولی. او 16. او دو میشه چقدر؟ چند تا 32 تا؟ 3 تا 32 تا میشه چقدر؟ 96 تا. اوکی؟ حالا میخوام با هم دیگه ساده کنم. خوب گوش کن، خوب گوش کن. ببین وقتی اینجوری پیچ میخوره اینجوری و نمیتونی ساده کنی، خب اصلا 90% تست کنکور اینجوریه. باید تو هم دیگه ضرب کنیم دو تا رو. اگر 7.68 رو ضرب در 1.25 سلام کنی، ضرب 5/4 بکنی خیلی بهتره. خب حدوداً میشه 9.6. الان ماشین حساب هم بزنی دقیقاً همین به دست میاد. گرفتی؟ آره. نه نه آقا میاد دست تستیات بزنی میاد دستش اینجوری بعد مثلا باید بفهمی 7.68 ضرب در 5/4 یک مقدار از این بیشتر میشه و با این حدودا خط میخوره. گرفتی؟ فقط تست زیاد. الان چی با چی خط میخوره؟ خیلی خوب. پس x ضرب در 1 میشه چقدر؟ x 245 ضرب در 1/10 میشه 24.5. اوکی؟ این هست. اول ساده میکنی بعد طرف وسطی. مثلا این تسته نکته داره اینجا، نکته شو بگم بعد حل کنیم. اگر میلی لیتر دیدی به لیتر تبدیل کن. پس اگر یه توی سوالی بهت میلی لیتر داد، مثلا میگه 250 میلی لیتر، 100 میلی لیتر، باید به چی تبدیل کنی؟ آقا میلی لیتر رو به لیتر چجور تبدیل کنی؟ مثلا چی میگه؟ هرچی نگاه میکنم تو دیگه ولش کن. خیلی خوب. اگر میلی لیتر به چی تبدیل کن؟ به لیتر. چجوری میلی لیتر رو به لیتر تبدیل کنم؟ آفرین. اصلا هر چی اولش میلی داره، اصلا میلی گرم، میلی متر، نه میلی مول، هر چی میلی باشه باید تقسیم بر 1000 کنی. تقسیم بر چند؟ 1000. و اگر میلی گرم دیدی به گرم تبدیل کن. میلی گرم رو چجوری به گرم تبدیل کنم؟ تقسیم بر 1000. بعد وارد استیکیومتری بشو. اوکی؟ این از این. ایول. یه سوال واسه می مثلا با هم دیگه حل کنیم. گوش کن این سوال خیلی خوبی هم هست. NaOH به علاوه H3PO4. یعنی قبلا سخت‌ترین گامش همین گام اول که نوشتن واکنش بوده که اینم هست شده.
انعاسته و چهار به علاوه هاش دو. این یک ضریبش، این سه، این یک، این هم سه، سه شیش، این هم سه. خیلی خوب گوش کن، میخوام این سالا رو حلش کنم. مصدر این اگه میشه چی کاره ایمو بشه کن؟ آره میگه قلب همو شکن دید. خیلی خوب گوش کن، گفته 250 میلیلیتر، چه نکته ای تو ذهنت میاد؟ خب پس 250 رو باید تقسیم بر چند کنم؟ هزار. چند میشه؟ میشه 25 صدم صفر و صفر قد میخوره یا یک چهارم لیتر. پس زیر سدیم هیدروکسید چی بنویسم؟ لیتر. گفته در واکنش کامل با فسفوریک اسید یک دهم مول سدیم فسفات، زیر این چی بنویسم؟ یک دهم مول. خیلی خوب، حالا گوش کنید سوالش. ببین تست کنکور 1400 دقیقاً مثل همین بوده، این دقیقاً ببینید کنید دقیقاً مثل همین، هیچ فرقی نداشت، هیچ فرقی. این دقیقاً سوالی که اینو داده و چیزی که ازت خواسته تو کنکور 1400 دقیقاً همین ازت خواسته. مول اجازه ورود داره یا نداره؟ چی میفته پایین؟ ضریب چنده؟ یک. حالا خوب گوش کن اینجا رو، آیا لیست اجازه ورود داره؟ نه. پس یا مولا رو چگالی رو بهت میده یا مولا رو چگالی رو ازت میخواد، از این حالت اصلا خارج نیست. خب تو سوال چی گفته؟ گفته غلظت این محلول چند مول بر لیتر است، یعنی چی ازت خواسته؟ یعنی مولار رو ازت خواسته. مولار در چی ضرب میشد؟ در لیتر. آقا گفته این چند مول بر لیتر است، قبول داری؟ الان چی با چی خط میخوره؟ چی میفته پایین؟ مول. چند موله؟ مول میفتش پوشش چی میذاشتیم؟ ضریب چقدره؟ سه. قبول داری؟ پس یا مولا رو چگالی رو بهت میده یا ازت میخواد. در هر دو صورت باید در لیتر ضرب کن. حالا میخوام با هم دیگه چیکار کنم؟ آقا ساده نمیشم. میگم x ضرب در یک چهارم میشه x چهارم. x چهارم ضرب در یک چقدر میشه؟ خود x چهارم. سه ضرب در یک دهم میشه چقدر؟ حالا به من بگو x هم چقدر میشه؟ این مگه نمیره تو اون ضرب بشه؟ چهار ضرب در سه دهم میشه یک و دو دهم. حالا اینجا میشه یک و یک دوم، منظور یک و دو دهمه. تست کنکور 1400 امسال هم دقیقا همین بوده. ببینم چی میگم؟ تو گروه بچه سالیانه یک و دو دهم درسته. خب نظری به این پیم بده. شما سوال خوب بپرسید من جواب میدم. فیلم کلاس هم میذارم، آره اینم کامل میذارم. تو گروه بچه سالیانه خانم سروری اگه دوباره ثبت نام کردی بله، اون گروه پارسال پاک شد دیگه، منم عوض کنین تو گروه چش. آره این چنل خودمه، اگه سوال داری اینا یا ویدیو هم زیاد گذاشتم اینجا، یه ادساین میذاری چهار تا شیمی دیگه میدونی برای چی شیش تا چهار تا قبلا شیش تا بود کردمش چهار تا. از سال چند؟ 96 97 دیگه کردمش چهار تا. آره شرط ثبت نام در کلاس چیه؟ رضایت والدین. چیه ثبت نام میکنی دیگه؟ آره باز امروز اگه چهار پنج یا شیش تا شد باز دوباره همون برمیگردونم، شاید میشه سه تا. چرا چهار تا؟ دیگه همه میدونن دیگه. چرا لیتر رو ضرب در غلظت کردین همون اول؟ چون همیشه مولار و چگالی در لیتر ضرب میشون، همیشه مولار و چگالی در لیتر ضرب میشن. کلاس حضوریمون هنوز جا داره، آره احتمالاً جدا کنم دیگه همون چش. آره چهار تا شیمی دیگه، حالا امشب شاید تغییر کنه. آه نه دیگه بخواهم اون چهارتا بود دیگه، همون چهارتا بزنیم تو دربی. آره اول شیشتا بود بعد کنم چهارتا بخواهم دربی چهارتا زدیم. خیلی ببینید سالا رو نگاه کن، این درصد پاسخگوییش توی کنکور زیر 1% بوده. برو نگاه کن تو کتاب کانون، اگه نگاه کنی میزن درصد پاسخگویی اینقدر تو کتاب بنفش کانون. خب چرا یک سه ساعتی داره؟ چه رنگی؟ آبیه بنفشه. بنفش هم داره کتاب سه ساعتی رو اصلا گرفتین؟ آبی کانون نه، سه ساعتی کانون.
سیاست خاکستریه زمان ما دیدیم آبی بود. خیلی خوب گوش کن، خاکستریه؟ نه آبی که آبی کانونه، یکی این باست نمیشه زرد سفی. خیلی گوش کن قرمز ولش. آقا گوش کن این ساله رو بچه ها بسته دیگه، خیلی خوشمزه شدیم. اوکی بیرنگه. آره گوش کن این ساله رو با هم دیگه حل کنی. گفته ام گرم گرد آلومینیوم. اوکی زیر آلومینیوم چی می‌نویسی؟ ام گرم. یعنی واقعا کار سختی نیست. ام گرم گفته 250 میلی لیتر. باید چیکار کنم؟ 250 تقسیم بر 1000 میشه چقدر؟ یک چهارم لیتر هیدروکلوریک اسید وارد میکنیم. قبول داری تا اینجا؟ گرم اجازه ورود داره نداره؟ لیتر اجازه ورود داره نداره؟ ببین گفته همه آلومینیوم با اسید واکنش میدهد و غلظت مولار به اندازه اینقدر کم میشود. چرا پرت؟ این چی کم میشه؟ اصلا نمیخواد بره. گفتم نفهم. گفتم همین بود. آقا غلظت مولار رو به چقدر داده؟ تو گام چندم؟ دوم در لیتر؟ چهار دهمه. مگه مولار رو بهت نداده؟ مولار. حالا مفهومش هم بهت میگم مفهومش چیه. اینجا مگه لیتر با لیتر خط نمیخوره؟ چی میفته پایین؟ مول میافتاد پشتش چی میذاشتم؟ ضریب شنده؟ 6. اینجا چی افتاده پایین؟ پشتش چی میذارم؟ جرمولی آلومینیوم چقدر داده؟ چند تا 27 تا؟ حالا میخوام با هم دیگه ساده کنم. قبول داری این 4 با این 4 میره؟ این 2 با این 6 میره؟ این 3 با این 27 میره؟ میشه 1 مرتبه میشه چقدر؟ آقا ام ضرب در 1 میشه چند؟ ام 9 ضرب در 1 دهم میشه چقدر؟ 9 دهم. جام چی گذاشتن؟ بچه هم میمونم بفهمن غلظت مولار گفته آقا به اندازه اینقدر کم میشود فلان نفهم. حالا اگه بخواید بفهمید من میگم چیکار بکنید. وقتی گفته غلظت مولار اینقدر کم میشود یعنی اینقدر در واکنش شرکت کرده و اینقدر مصرف شده. همین بس سلاح بدونم ببینم جدا بکنم جدا نکنم. شما تعیین تکلیف نکنید. اگه سلاح بدونم جدا میکنم. اگه نگه همش واکنش میده یعنی مثلا یه درصدی رو بگه مثلا بگه چه نه اینجوری نمیگه. اگه بگه زدا 40% میکنه حالا جورتر تیپش هست نزی روشی که تو من اصلا روشی که تو اصلا حل نمیکنم. شما میخوای روشی که تو یاد بگیری برو دبیر دیگه سطر نام کن روشی که تو کامل توضیح بدن. خیلی خوب یه سوال خیلی خوب. یا اگه دوست داشتی میتونی بیا کلاس خصوصی بگیری جلسه 7800 تومان بیا به روشی که تو هم درس بدم. امتحان هایی اصلا توش استو نداره. نه قسمت ترکیبیه. قسمت ترکیبیش هم مال تست کنکورشه. اصلا خودش نداره. این هستی هم سوال دارن ممکنه لیتر بیاد؟ آره ممکنه بیاد. خب برای نهایی روش کتاب میخوان. روش نهایی هر یکی روش کتاب میخواد. اولا که برای 12 هم نداره. کسی برای چی میخواد میتونی به کلاس جدا بگیره اونجا براش کامل درسی. ما برای کنکور الان کار میکنیم. چند سالمونه؟ واسه امتحان نهایی هم برنامه داریم؟ آره اونجا باز جدا میتونی بیا برای امتحان نهایی. چاپ شده جزوه‌تون برای ثبت نامی هم میفرستید؟ خیر فایل میدن خودشون پرینت بگیرن. عزیز من گفتم تو کلاس ثبت نامی کنی چرا؟ برای امتحانتون هم کامل بهتون درس میدم. چون ثبت نامی کنی بیا بعد برای درس میدم. پنل نه تو گروهتون میذارم. سوال غیر درسی بپرسم نه. کی میفرستین؟ گروه تشکیل بدیم چرش واسه تو میفرستم. از اول که دوباره نمیتونم درست بدم. خیلی تکالیف از تانک تست. آره یعنی کسی کلاس من باشه تانک تست داشته باشه. من تأکیدم اینه. حالا اگه نگیرم دیگه من نمیتونم چیز بگم. آره فیلم ها رو براتون میذارم تو سایت میذارم. خیلی این سوال گوش کن. این سوالش خیلی مهمه. این سوال گوش کن. بعضی بچه ها این تستا رو آورده بودن میگفتن با این روش حل نمیشه. اول که با روش گفتم که اصلا حل نمیشه. اما با روش خودم واسهتون حل میکنم. واسه چطور رو ببند. اینم بنداز بیرون تو رو خدا. بنداز بیرون قرار بود بنداز بیرون.
این واکنش. گفته یک فلز که در گروه 12 جای دارد. من فلزا رو میگیرم فلز چی؟ ام. اصلا هر فلزی دوست داشتی در نظر بگیر، اصلا فرقی نمیکنه. من فلزا گیرم فلز ام. گفته 500 مول از یک فلز، منظورش همین فلزه. زیرش چی میذارم؟ 500 مول. تا اینجا که اوکیه. گفته با مقدار کافی سولفوریک اسید 10.42 گرم سولفات آن فلز. سولفات آن فلز کدومه؟ سولفات آن فلز. چقدر گرم؟ 200 گرم. خب اوکی. هر دوش اجازه ورود دارن. اینجا چی میفته پایین؟ مول میفته. پشت چی میذاشتین؟ اینجا چی میفته پایین؟ بعد پشت چی بذارم؟ خب من میخوام جرمولی MSO4 رو حساب کنم. آیا تو M رو میدونی چقدره؟ نه. بذار چی؟ مثلا همون M میذاری. یا همون X فرق نمی کنه. S 32 O چقدره؟ 16. ضرب در شان میشه چقدر؟ 64. پس میشه M به اضافه 96. پس اینجا چی میذارم؟ M به اضافه 96. سوال چی ازت خواسته؟ همین M رو ازت خواسته. گفته امه چند گرمه؟ جرم اتمی چقدره؟ اوکی میخوام با هم بگه چیکار کنم؟ ساده کنم. گوش کن الان چی باشی ساده میشه؟ این ساده با این ساده چی میشه؟ یه سوال میخوام ازت بپرسم. الان 96 رو میتونم با این به 2 ساده کنم؟ آفرین. وقتی به یه جمع و به اضافه است نمیتونی ساده کنی، حواست به نقطه باشه. اوکی الان 1042 با 5 ساده میشه؟ چه عددی بر 5 بخش وزیرن؟ یکان اضافه؟ پس نمیتونم سوچ کنم دیگه. پس مجبورم چیکار کنم؟ طرفین وسطه. 1042 ضرب در یک چقدر میشه؟ 5 رو باید ضرب در چی کنم؟ این. پس باید هم در این ضرب کنم هم در این ضرب میکنم دیگه. قبول داری؟ میشه 5M به اضافه 480. این یک معادله مجهوله. گرفتی؟ عدد رو یه طرف، اما یه طرف 480 میارم از این طرف کم میکنم، درسته؟ میشه 562 مساویه 5M. M هم چقدر میشه؟ 562 5M تقسیم کنم میشه 112 ممیزه 4. جواب میشه گزینه چند؟ 3. پس اینم با سگان بازم حل میشه، حتی اگه مجهول باشه دوباره بازم میتونی حل بشه کنی. اصلا سوالی واسه تو حل میکنم که اصلا باورتون نمیشه حل بشه. خیلی خوب، یه سوال میخوام شروع کنم که شما حل کنی. بیا ایوال، چجوری این قصه رو حل میکنی؟ باید تست زیاد بزنی دیگه. تو جزوه کامل دو سه دور بزنی دیگه تمومه. پی دی اف تانگ تست رو نمیفروشین؟ خیر، اصلا تو رو مثلا به برنامه‌نگار بگم که پی دی اف کتاب تو بهم بده، همونجا بلاکت میکنه، تو فوشم بده. نیاز به موازنه نیست. چرا موازنه هم درس میدم. جانشین دوگانه مهم نیست، این قسمت اولش مهم نیست، اینا مال نظام قدیم بوده حذف شده. تو فقط عددشو حساب کن. واکنش رو واسه می‌نویسم. کلسیم 3 پی او 4 2 به اضافه هایستپروچ. اصلا من بخوام جداشون کنم خب، ولی بازم باید با تخته کار کنم. من یه تایم بده که با تخته کار کنم یا اون طرف با تخته کار کنم. اوکی، ولی تاچ میخوام. من رو تخته یه چی نمیدونم. آره اوکی. داشتم فرض سلام کلسیم این واکنشش فرق میکنه. مثلا واکنش دوباره بنویسم. گفته چی؟ کلسیم هیدروکسید. اون آخر سال رو دیدم. های سه پی او چهار کلسیم سه پی او چهار دو به اضافه یه هاش دو. اینجا یکی سه تا دو تا شش تا. از اینجا یه سوال بخون. از اینجا گفته برای تهیه 500 مول کلسیم فسفات چند گرم فسفوریک اسید لازم است؟ کلسیم فسفات اینه، فسفوریک اسید هم اینه. یه برگه در بیار چیکار؟ آره نه نمیخوام الان حل کنی. خیلی اگه نمیبری بگم بچه‌ها بده. آقا برگه اینا بهش بدین.
گفتین از کجا بخریم؟ باید به خودم پی ام بدین. کتابم تانک تست شیمیستریه. حتما باید تهیه کنین. تکالیفتون از رو کتاب، حالا دوست دارید تکلیف نکن. تکالیفتون از رو همینه. بجون یک تومن بخوای کتاب بگیری، باید یه پنجمش یه کتاب فقط جامعه بگیری، همین. اون برای کلاس لازمه. این کلسیم فسفات، اینم فسفوریک اسید. از اینجا به بعدش حل کن. قبلش لازم نیست. شمارهتون لفت توت می‌کنین، شماره می‌کشین. او حتما کار داره دیگه، منحرف نباشین. بیا اگه شما هم کاری داشتین فقط زنگ بزنید. من زنگ بزنین اصلا جواب خوب نمیده، کسی کلا به من زنگ نمیزنه. فسفوریک اسید اینه، این فسفوریک اسیده، اون کلسیم فسفات. اسمش اگه بلد نیستی اشکال نداره، همه رو به درس میدم. یه جزوه دارم مثل جزوه صفره. بعد مثلا میگی ترکیب یونی چیه، مولکول چیه، اتم چیه، عنصر چیه، نه همه رو بهتون میگم. آره خب از کجا سفارش بدیم؟ به همین شماره پی ام بده، من میگم از کجا سفارش بدیم. پول پستش با خودمون، نه تو برای تو با منه. دو بارم پرسیده آقا برای تو با منه، تو پی ام دادی بگو با من. آره فسفوریک اسید هایسته پی او 4، هر چی اولش هاش داشته باشه یعنی اسیده. اگر میگه فسفوریک اسید، ببین اول کدوم اولش هاش داره، هم این هم این، این میتونه فسفوریک اسید باشه؟ آب دیگه. تکالیف بله از تانک تسته، یعنی واجبه گرفتنش برای بچه های کلاس. اگه یه درصد دوست نداره چی بگیری هم دیگه یه کارش میکنیم دیگه. نگی چه کن جواب گزینه فلان. خیلی خوب، بذار بچه ها حل کنن، دارن حل میکنن. خب برم چیکار کنم؟ گرم میافته پایین، پشتش چی میذاشتم؟ جرمه؟ آفرین. هایسته پی او 4 اینجا میمیسم، هایسته پی او 4 و یکی یکی میرم حساب میکنم. چیکار کردی زانو؟ بیا من چند؟ خیلی آقا گوش کن، 500 مول کلسیوم فسفات زیرش چی می‌نویسم؟ 500 مول. گفته چند گرم فسفوریک اسید؟ X گرم. اینجا چی میفته پایین؟ گرم. اینجا چی میفته پایین؟ آقا مول میفته چی میذاشتی؟ گرم. میفته پشت چی میذاشتی؟ آقا هایسته پی او 4 رو میخوام حساب کنم. وقتی تست زیاد بزنی حفظ میشه. من خودم دیدم الان 98 گرفتی، همتون میفهمین بعدن. خب میگم هیدروژن چنده؟ 1. ضرب در سه میشه 3. پی چنده؟ او چنده؟ 16. ضرب در 3 میشه 64. کلا میشه 98. چند تا 98 ها؟ قبول داری تا اینجا؟ حالا میخوام با هم دیگه ساده کنم. ساده کردن رو نگاه کن. میگم ایکس ضرب در 1 میشه چقدر؟ اینجا چی مونده؟ 2 ضرب در 98 ضرب در 500. پس می‌نویسم 2 ضرب در 98 ضرب در 500. آقا 2 5 تا مگه با این صفر نمیره؟ 98 تقسیم بر 10 چقدر میشه؟ گرفتی چی شد؟ تمام، همین راحتی. تست بعد چی؟ آره دوباره است. تست بعدی حالا بهتون میگم، اینا همه رو بهتون میگم، لازم هست شده. خب من به کسی میخوام بالای 80 بزنه باید بلد باشه. آقا این تستا رو دیگه باید واقعا باید حل کنی، واقعا باید حل کنی. NiSO4 یکی دو تا سه تا سه تا برو حل کن. حیوان بچه شما هم حل کنین، شما هم حل کنین، هر موقعی گفتم بفرستین. بازی رو به 8 داره شلو نیمه دوم میرسیم، اصلش هم نیمه دومه دیگه. من کلا هم بازی نیمه دومش نگاه کنم. کدومش آقا تو اینجاش کار نداشته باش.
گفته به ازای مصرف 1/10 مول آلومینیوم چند گرم نیکل آزاد می‌شود؟ چه به نیکل هم بهت داده؟ آقا نفرستین دیگه، بزن هر موقع گفتم بفرستین. نفرستین هر موقع گفتم. واسه تو کانال گذاشتی؟ همون اول چی گذاشتی؟ منظور لینکه؟ وسط کلاس هم همیشه چی میذاری؟ آره دیگه خسته نباشی. نه الان چی عکسی گذاشتی الان؟ دوها کن فقط بد نباشه. نورش خوب نیست. بعد فوتوشاپ کنی بعد بذاری. ایوه. آقا حل کردی همه بچه اینجا هم بچه آنلاین همه حل کردن آقا. شکرم. خیلی گفته به ازای مصرفه 1/10 مول چی؟ آلومینیوم. زیر آلومینیوم چی می‌میسم؟ 1/10 مول. قرار چند گرم نیکل می‌ذارم؟ X گرم. مول اجازه ورود داره؟ بله. پشتش چی می‌ذارم؟ اینجا چی می‌ذارم؟ گرم گفته. بعد پشتش چی بذارم؟ جرمول نیکل رو به چقدر داده؟ چند 58 رو؟ آقا می‌خوام با هم دیگه ساده کنم. گوش کن. 2 مگه با 58 ساده نمیشه، این میشه 1 مرتبه، 58 به 2 میشه چقدر؟ 29 مرتبه. اوکی؟ حالا طرفه این وسط این x ضرب در 1 میشه چقدر؟ x 3 تا 29 تا میشه 87 ضرب در 1/10 میشه 8.7. تمام. این باید تو 5 ثانیه باید تست رو بزنید. تو 5 ثانیه من دارم برام توضیح میدم و اینا مثلا یک در یه دفعه میکشه. واسه من کتابتون رو 20 فرهنگ سفارش دادن. آره. بعد سعی کن دوباره چاپ بشه. 4 5 روز دیگه چاپ میشه. این سال تجربی داخل 96. بعد سال بعدم بخواد بیاد احتمالاً مثل همین بیاد. گرفتی؟ چون از 1400 سخت‌تر میشه و باید سخت‌تر هم بشه. این تست به نظرم تست خوبیه اگه بخواد بیاد. آره. 400 چرت بود. 400 چرت بود. چه جوری سفارش بدیم به من پیام بده؟ شیمیش میگم چرت بود. شیمی فقط باید جزوه میخونی همین. جزوه رو میخونی تمام بود. یه تست بیار که تو جزوه مثلا لوئیسش من لوئیس مثلا چقدر درس دادم؟ من جزوه لوئیسم 40 صفحه است. کامل همه چی رو میگم فلان تمرین زیاد از این حرفا. بعد 4 تا مولکول خودش کشیده بود گفت کدوم 8 تایی هست. بعد مثلا میشمردی فقط. شکلش هم خودش کشیده بود. آره. ببین واکنشو بهت داده دیگه مثلا خودش اینجا توی کنکورم دقیقاً با این مواجه میشی. بعد جالب این که آره هر چی تغییر داشته ما اضافه کردیم. جالب این که مثلا واکنش بهت میده بعد موازنه کنه دیگه. حالا جلسه بعدی موازنه باید کار میکنه. تو تستای 1400 خودش هم موازنه هم کرده بودم این سوالا رو دیگه اصلا دیگه هیچ کار دیگه نمیشه روش کرد. آره برو حلش کن. تجربه داشت. هر سوال بود من اضافه کردم. تستای 1400 هم تو جزوه هست. 99400 همه داخل جزوه هست. جزوه رو هم میتونم کامل میدم. پرینت بگیرید. هم پر شده بهتون میدم هم خالیشو. فیلم هم که دارین دیگه. فسفر و اسید. ببین اسید اونیه که اولش هاش داره. خب به نظر این هاش دو آب میتونه فسفر و اسید باشه. یا مثلا این میتونه فسفر و اسید باشه. توش فسفر هم داره دیگه. میشه میگم فسفر و اسید. توش فسفر داره میگن فسفر اسید. مثلا به هاش آی که نمیگن فسفر اسید. چون اصلا فسفر توش نداره. خیلی خوب. این سوالا رو حلش کن. به نظرم برای 1400 مثلا برای سال بعد این تست خوبه. یه تست اینجا. بخواد بیاد در این حدی نمیگم جز سال سختش جز سال متوسطش. برای تهیه 500 میلی لیتر محلول 1/10 مولار فسفر اسید. 500 میلی لیتر محلول 1/10 مولار فسفر اسید. جواب نده.
من سروری تو پارسال کلاس خودم بودی دیگه، جواب نده. اولین جلسه که ما شروع کردیم همین جلسه است. هایسته پیوسه. ببین اسیده و توش فسفر داره. هایسته پیوسه. ایوان، ایوان، عالی. ایوان خوشدل. مستوری. هر تستی داره وقت سر کنکور رو. این ترکیبی که من دارم میبینم 100% بردیم امروز. مقالو آلیشا، چپ پهلوان، راست ترابی، هافک دفاعی نوراللهی سرلک و دفاع چپمون وحید امیریه، راستمون هم نعمتیه. آره فقط یک آره فرجیه، فرجیه. آه خوبه تمام، خیالم راحت شد. آره با میدم خیلی خوب. بچه کسی استقلالی هست؟ آسل اینا جموف کنن هر گروه بسن. اون موبیل خواجه رو چی کن؟ با محمد مهدی اینا رو ریموف کنی نباشو بگیرم. خیلی یه بار دختره بود سرک راست دیگه کنه هر که استقلالی پاشه بره پاشه رفت جلسه اول بیم نمیمد دیگه. خیلی گفته برای تهیه 500 میلی لیتر فسفر و اسید. قبول داری 500 میلی لیتر گفته؟ 500 میلی لیتر دیدی چیکار می‌کنی؟ تقسیم بر 1000 میشه چقدر؟ 5 دهم یا 1 دوم لیتر. پس برای فسفر و اسید چی میذارم؟ 1 دوم لیتر. وقتی خودت فهمیدی لیتر داده، پرسرش به چی داده؟ مولار هم داده. مولار در چی ضرب میشه؟ لیتر. تو گام چندم ضرب میشه؟ دوم. پس رب در مولارش هم مول بر لیتر. چی با چی خط میخوره؟ خیلی گفته چند گرم پیایسه لازم است. میذارم x گرم. اینجا چی میفته پایین؟ گرم. اینجا چی میفته پایین؟ مول. مول میفته پایین پشتش چی میذاشتم؟ ضریب این چنده؟ یک. گرم میفته پایین پشتش چی میذاشتم؟ میخوام پیایسه رو برم چیکار کنم؟ حساب پی چنده؟ 31 به علاوه 3 تا 127 تا کلا میشه 412. قبول داری تا اینجا؟ حالا میخوام چیکار کنم؟ گوش کن گوش کن خیلی مهمه اینجا. میگم x ضرب در 1 میشه چند؟ x 412 ضرب در 1 دوم ضرب در 1 دوم ضرب در 1 دوم ضرب در 1 دهم. حالا اینجا میام چیکار میکنم؟ 412 تقسیم بر 2. 400 تقسیم بر 2 چقدر میشه؟ 200. 412 میخوام تقسیم بر 2 کنم. 400 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 200. 12 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 6. پس میشه 206. یه دهم هم داره. یه رقم اعشار هم میگیره. 20 ممیز 6. فهمیدی؟ اون 412 چجوریه؟ جرمولش رو حساب کردم دیگه. زد برش تش کردی اینو پی میشه 31 آی 127 127 اوکی؟ مثلا چیزی که برای ریاضی خیلی مهمه خب مثلا بهت میگه 32 مثلا ضرب در 5 مثلا 32 تقسیم بر 5 بعد بقیه بچه چیکار میکنم مثلا 32 تقسیم بر 5 میرن حساب میکنم تو رقم اعشارش هم به دست بیارن. مثلا چیزی که حالا من جلوتر بهتون میگم میگم به جای اینکه آره آره میگم به جای اینکه 32 تقسیم بر 5 کنی 32 ضرب در 2 دهم کن. 32 ضرب در 2 میشه چقدر؟ 64.
تقسیم بر 2 میشه 6 ممیز 14. گرفتی؟ سعی کن بکنی خیلی زودتر به جواب میرسی بری حساب کنی. ایول. خیلی خوب. بریم سوال بعدی. به این فعلا کاری نداریم. این سوالش تکراری میشه. بذار یک سوال خوب سخت داره اینجا. اول اینو حل کنیم بعد بریم سراغ سوال بعدی. این سوال شما این دوست دارم. تجربی خارج 97. اوکی؟ واکنشش اینه. گوش کن. M Cl N گفته به تمام نقره نیترات Ag NO3 M NO3 N N به اضافه Ag Cl. خب بذار شاشم بذارم M یک دونه یک دونه N تا این ضریبش N این هم ضریبش N این ها ضریبشون یکی این ها ضریبشون چنده N گوش کن بذارم چی میگن آره N Cl هم خانو سروری وسط درس دادن چه سوالی میپرسی؟ بغیر از اسیدو باز چه فصل دیگه مهمتره؟ راجع به درس سوال بپرس. شما دیگه پارسال شاگرد من بودی دیگه اینو باید بفهمی دیگه. به نظرتون سوال سر سوال کنکور بالاتر نیست؟ آقا 1499 هم مستد حل کنم این بالاتر یا پایین تر؟ بسیم جلسه اوله بسیم بعد سه جلسه بیا نگاه کنم ببینیم چه سوالی حل میکنیم. این مثلا سر تستش از 99400 هم بالاتره. خب حالا من مستد حل میکنم ببین چه جوری با سگام حل میشه. بعضی بچه‌ها اینا رو می‌بینن میگن با استقام حل نمیشه. گفته کلورید فلز چی؟ ام. خوب گوش کن مفهومیه سوالش. فلز چی؟ ام. یه فلز ام داری. تو میدونی این فلز چند بار مثبته؟ نه. من میگم چند بار مثبت؟ ام بار مثبت. نمیدونم چقدر. پس یک فلز ام داری که ام بار مثبته. پس بارش یا ظرفیتش چقدره؟ ام. اوکی؟ حالا میخوام سوالو حل کنم. سوال گفته کاتیون این فلز کدومه؟ یک بار مثبته یا دو بار مثبته یا سه بار مثبته یا چهار بار مثبت؟ یعنی چی ازت میخواد؟ اینو میخواد. گفته بارش چقدره؟ یه بار مثبت یا دو بار مثبت یا سه بار مثبت یا چی؟ پس اینو ازت میخواد. من میخوام برم سوالو حل کنم. گوش کن. گفته 20 میلی لیتر کلورید فلز ام. 20 میلی لیتر دیدم باید چیکار کنم؟ تقسیم بر چند کنم؟ 20 تقسیم بر 1000 میشه چقدر؟ 200. پس اینجا چی میذارم؟ 200 میشه چی؟ آیا اجازه ورود داره این لیتره؟ نه. باز در چی کنم؟ مگه مولارشو بهت نداده؟ چقدر داده؟ 0.3 چی؟ مول بر لیتر. چی باشه خط میخوره؟ ادامه سوال. گفته با 30 میلی لیتر نقره نیترات. پس چقدر گفته 30 میلی لیتر یا میشه 0.03 لیتر. آیا لیتر اجازه ورود داره؟ باز در چی بشه؟ دوباره مولار بهت داده. 0.6 چی؟ مول بر لیتر. چی باشه قد میخوره؟ چی میفته پایین؟ اینجا چی میفته پایین؟ اینجا مول میفته پایین. پشتش چی میذارم؟ ضریب شنده این. اینجا ضریبش چنده؟ یک. حالا میخوام با همدیگه ساده کنم. قبول داری این صده با این صده میره؟ قبول داری این دهه با این دهه میره؟ قبول داری این سه با این سه میره؟ قبول داری این شیشه با این دو میره؟ این میشه یک مرتبه، این میشه چقدر؟ سه مرتبه. آقا طرفین وسط این N ضرب در یک میشه چند؟ N. سه ضرب در یک هم میشه چقدر؟ سه. چند بار مثبت بوده؟ سه بار. گرفتی؟ تز سنگینه که میگم استقام هم حل نمیشه اما حل شد. اوکی؟ برای اینکه این سوال بهتر بفهمی یه بار دیگه الان خودت حلش کن. بنویس حلش کن. اون کسی که میگه مثلا تستای کنکور لبلش بالاتر نیست از این تست لبل بالاتر تو 1499 واسه من بیار. اینه ضریبش هم چنده؟ دیگه از این بهتر نمیتونی حلش کنی. در این سوال واکنش میدن اما واکنش رو بهتون میدن. واکنش همیشه بهتون میدن. بچه یه بار بگین
نه نه همه هنگ یک دو سه واکنش رو بهت میدن تموم آره یه بار دیگه حلش کن خودت اینو دیگه زده تشریف نمیاری کجا باید میرفتم یادم نیست به خود یادم نیست الو سلام مرسی تماس گرفتیم با من ها درسته درسته ببخشید شاکی شده بودم کلاس داشتنی با رفت دمیگه زنگ میزنم ایول دمتون گرم یاد گرفتین که دمتون گرم میگه صدا نیست میدونم خودم دارم میبینم اون آبی میشه این سوالش یه سوال خفنیه دیگه بخوان سوال سخت مثلا برای کنکورتون بیارن اینجوری سوال میارن احتمالش هم هست بیاد هر جاشو نفهمیدی بپرس هر جا نفهمیدی من 10 بارم توضیح میدم من یه نصم یه لحظه قد شد بعدش رو توی جایگذاریش بذاشتم خب اون باید تست زیاد بزن دقت کنی گرفتی؟ فیلم کلاس هم یه بار دیگه نگاه کن گرفتی؟ حالا من دوباره اینو حل میکنم تو آخر جزوه‌مون هم مثلا 100 تست دیگه اینجوری هست که بخوام حل کنیم هر جا شما همونجا نفهمیدی به من بگو گفته 20 میلی لیتر کلورید فلز چی؟ ام آقا کلورید فلز ام 20 میلی لیتر میشه 200 لیتر تقسیم بر 1000 کردم دیگه آیا این لیتر اجازه ورود داره؟ خودش فهمیده چه گندی زده لیتر بهت داده پس پشت سرش هم به چی داده؟ مولا زد بر چی میکنم؟ 0.3 مول و لیتر با لیتر خرد میکنم گفته با 30 میلی لیتر نقره نیترات میشه چی؟ 0.3 لیتر آقا مولار هم بهت داده زد بر 0.6 چی؟ مول و لیتر مگه لیتر با لیتر خرد نمیخوره؟ اینجا چی میفته پایین؟ اینجا چی میفته پایین؟ حالا به من بگو اگر مول میافتاد پایین پشتش چی میذاشتم؟ ضرب این چنده؟ ضرب این چنده؟ این آقا مگه 100 با 100 نمیره؟ مگه 10 با 10 نمیره؟ مگه 3 با 3 نمیره؟ مگه 2 با 6 نمیره؟ آقا n ضرب در 1 میشه n 3 ضرب در 1 هم میشه چند؟ 3 چند بار مثبت بوده؟ 3 تمام خود سنگین تست آسونی نیست دا فیلم کلاس هم نمیشه دانلود کرد آقا ضریبش اینه از اول داخل چی بگم این تست اولمپیاد هم هست خب بعضی مثلا در بیر تست کنکور هم واسه تون نمیدانم تو جزوهشون خیال دیگه من تست اولمپیاد هم گذاشتم این اصلا ترسی ندارم از حل کردنشون همین سوالا نمی کنم تو جزوه خیلی ها نیست نمی دارم این اولمپیاد کجا بود؟ این مرحله اول آره این رو همه رو حل می کنیم تیپ دوم چیه؟ یعنی ما 20 تا تیپ داریم مثلا تیپ اولمون سگامه تیپ دوم درصد خلوصه تیپ سوم باز درصدی تیپ چهارم شرط استیپی تیپ پنجم جرم در تجزیه به میزان ایک سرسر تیپ ششم حجم مولی گازها رو بدن تیپ هفتم جرم جامد باقی مانده تیپ هشتم درصد جرم از دست رفته تیپ نهم مخلوط ها یک مرحله قبل استگام یا بعد استگام 20 تا تیپ داره اینجوری و همش هم تستای کنکور بوده بلد نباشی اصلا نمیتونی حل کنی تو مثلا بدی مبتکران حل کنی مثلا کسای پی ساخته رو بد داده گفته برو تستا رو حل کن نگفته این تیپش اینجوریه این تیپش اینجوریه اینو باید این کارو بکنی من همه رو واسه نوشتم دیگه همه استگام حالا مثلا یه جایی هست یک استثنایی داشته هر جا استثنا باشه کنم 5 6 سوال تو کنکور مثلا 20 تا تیپ فقط مال سگام یعنی مال همه روش‌هاست اونا نمیتونن بگن دیگه روش اونجا جواب نمیده دیگه خیلیا الان تست وسط میارم من سگام حل میکنم تو برو کسرام حل کن گرفتی نسی
بلا آقا خیلی سخت میشه که باید یاد بگیری. کنکور سخته. دیدیم تو تلویزیون دیدیم میگن کنکور آسان است، ولی واقعا کنکور آسان نیست. خدای آسان هر که آسان اشتباه میگه، کنکور اصلا آسان نیست. کنکور مرگ است. حالا نداری نداری سخته. تیپ دوم چیه؟ درست. این هر سال یه دونه تست داره. خب 4 5 تیپ اول خیلی با من هر سال تست دارن. آقا درصد خلوص مثلا میگه 20 گرم آب 50 درصد خالص، 90 گرم H2O مثلا 20 درصد خالص، 2 مول NaOH 40 درصد خالص. آقا درصد خلوص دیدی چیکار می‌کنی؟ در خود ماده ضرب می‌شود. پس درصد خلوص چی میشه؟ در خود ماده. همین. یعنی چی در خود ماده ضرب میشه؟ تو ناخالصی چی شرط برات می‌فرسی از من؟ یعنی چی تو ناخالصی چی؟ تو ناخالصی اصلا سوالش اشتباهه. نه میگه تو ناخالصیش چیه. مثلا بگه من نهار رفتم مکانیکی ماشینم درست کردم، مثلا همینجوری. خب بگه میشه همین چیزی. خیلی چه مال ده همه، مال فصل دو ده همه. آقای شعیب دیگه کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. الان نگاه کن آقا درصد خلوص چی میشه؟ مثلا میگه 20 گرم آب 50 درصد خالص، میشه 20 گرم زاده 50 درصد. یعنی کار خاصی واقعا دوباره هم لازم نیست انجام بدی. مثلا میگه 2 مول آب مثلا 20 درصد خالص، میشه 2 مول زاده 20 درصد. همین تمام. سخت ترین تیپ ما تیپ 1 بوده که تموم شده. آره تموم. میگه بقیش دیگه تمومه. هر چی هم میخواستن ترکیب کنن با اسید و باز و محلول اینا از همون تیپ اول ترکیب میکنن. تموم. یعنی همه اون ترکیب اونها رو یاد گرفتی الان. دیگه اوکی. گفته قل با هیدروفلوریک اسید. یعنی من یکی رو حل کنم تو دیگه تا آخرش رو گرفتی. خیلی خوب. آقا من این سوالا رو حل میکنم، بعدی ها رو باز ما هم دیگه حل میکنیم. گفته از واکنش 23 ممیز 8 دهم گرم قل خالص. زیر قل چی میبینم؟ 23 ممیز 8 دهم گرم. تا اینجا که همه اوکی. گفته چند گرم قل دو فلورید، چند گرم قل دو فلورید با خلوص 80 درصد. مگه نگفت چند؟ بچه‌ها میگن چرا تو این ضرب نشده؟ گفته چند گرم قل دو فلورید با خلوص 80 درصد. تمام. تیپ دوم همش همینه دیگه. دیگه باز چیز جدیدی نداره. اینجا چی میافته پایین؟ اینجا چی میافته پایین؟ گرم میافته. پشتش چی میذاشیم؟ جمولی اس ان چقدره؟ خب SNF رو میخوام حساب کنم. SN چنده؟ 119. F 19 ضرب در چند؟ دوم چه 38 میشه 157. حالا میخوام هم دیگه ساده کنم. خوب گوش کن. تو استوب درست عدداش بده، اما یه جوری بده نه که با هم دیگه ساده بشه. یه در واکنش ترنده ضرب چون اصلا یه چیز دیگه مردیه. درست کن. آقا قبول داری که این صفر با این صفر میره؟ قبول داری این یه دهمه با این یه دهمه میره؟ 119 با 238 چه رابطه ای داره؟ این میشه یک، این میشه چقدر؟ دو. آقا دو با 8 چه رابطه ای داره؟ این میشه یک، این میشه چقدر؟ از این سالتر؟ آقا 4x ضرب در یک میشه چقدر؟ 157 ضرب در یک میشه چقدر؟ x هم میشه چی؟ 157. 157 چی؟ 4. میخوام هم دیگه ساده کنم. روش خنگیشو بهتون میگم، روش باهوشیشم بهتون میگم. آره ببین 157 چهارم کسی که خنگه میگه 157 تقسیم بر چند؟ 4. 3 4 تا 12 تا 3 37 4 تا 36 تا آخر 39 خورده ای. این روش چیه؟ خنگی. کدوم کجا بودیم؟ آره میشه 39 خورده ای میشه این. کسی که باهوشه چی میگه؟ گوش کن. توقع نرم از اول اینجوری باشی ها، ولی دیگه آخر رو باید اینجوری بشی. 157 چهارم میگم، یه عدد نزدیکتر بهش میگم، میگم به 160 چهارم میشه چقدر؟ میشه 40. پس 157 چهارم یک مقداری از 40 کمتره. کدوم گزینه یک مقداری از 40 کمتره؟ مثلا تو ببینی این 39 ممیز 25 چهارم یک مقدار از 40 کمتره یا مثلا 29؟ باز مثلا در این باید بفهمی که این مثلا یه مقدار از 40 کمتره. گرفتی؟ همین. آماده این ورسی سال کردن؟
برات کن. دوباره خیلی خوبم خدا. گفته گوش کن، یه بار اینجا نگاه کن. سدیم هیدروژن کربنات. ببین مثلا سدیم هیدروژن کربنات، این که سدیم هیدروژن کربناته، سدیم نیترات. بذار سوالشو اصلا واکنشو چی نوشتم، حواسم نبود فکرم تجزیهشه. اونجا دیدم گفته سدیم هیدروژن کربنات Na+3O3 با نیتریک اسید کافی H2O3 H2O3 میدهد Na+NO3 به علاوه H2O3. یکم تجزیه اونه. بیاییم این سدیم هیدروژن کربنات اولی، دومی نیتریک اسیده، این همیشه سدیم نیترات. آقا موازن است، نگران نباش موازن است. موازن جلسه بعدی بهتون کامل درس میدم زمان اول، چون موازن چند تا روش داره. آره اولی سدیم هیدروژن کربنات، دومی نیتریک اسید، این سدیم نیترات. گزینه نه هنوز نگو. اوکی. ضربهشون همه یک. آره آره همه شون یک. ایول عالی. چی حساب کنی؟ گرم میافته چی میذاشتی؟ خب بری حساب کنی. دو دمون چی کردی؟ جوان یه جایی صفر اشتباه کرد. آقا تو این صفره با این صفره زدی؟ این نه این اون رفتی با این زدی؟ این یک دهمه، این دهی تو مخرجه، هم تو مخرجه کنار هم دیگه، نمیتونی بزنید دهی هم چسبیدن به هم دیگه. آره دیگه ضربه، مثلا یک دهم ضربه یک دهم تو چی میمیسی؟ یک سر میمیسی یا یک میمیسی؟ ماشاءالله خیلی خوب. چی کردی؟ چند شد؟ یک دهم دارم درست نوشتی؟ این من کجا بشی برسه؟ 21 دهم؟ بله. اینجا هم 80 درصد یا 8 دهم؟ ایکس مول، یک مول، 84. قبوله؟ خب دیگه 21 به 84 میشه یک مرتبه، میشه 4 مرتبه. اینجا یک مرتبه، میشه 2 مرتبه. ایکس ضرب در یک میشه ایکس، 2 صدم ضرب در یک میشه چقدر؟ 2 صدم. دقت کنی درست رفته بودی. گرفتی؟ فقط دقت میخواد. من چیکار کردم؟ ضرب نکن، اول ساده کن. خیلی خوب بچه ها گوش کنی. آقا خوب گوش کن. گفته 21 دهم گرم سدیم هیدروژن کربنات میذارم چی؟ 21 دهم گرم. گفته 2.1 دهم گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 80 درصد، میذارم 80 درصد. گفته چند مول سدیم نیترات تشکیل میشود؟ X
مول. اینجا چی میفته پایین؟ گرم. اینجا چی میفته پایین؟ چند موله؟ اینجا چی میفته پایین؟ گرم. جمولیش چقدره؟ آقا یه نکته رو حفظ کن. اگه نمیخوای جمولی حفظ کنی اما اینو حفظ کن. 60 خب 60 با این 1 میشه 61، با 23 میشه چقدر؟ 84. قبول داری؟ خیلی خوب. آقا میخوام با هم دیگه ساده کنم. قبول داری این صفر با این صفر میره؟ فقط جون هر کی دوست داری خنگ بزنه این ده با این ده بزنی یا این ده با این ده، یعنی همه اینا اشتباه میکنن. اوکیه. بلدم بهت گفتم که اشتباه نکن. 21 با 84 میشه 1 مرتبه. میشه چقدر؟ 8 با 4 میشه 1 مرتبه. میشه چقدر؟ 2 مرتبه. آقا x ضرب در 1 میشه چقدر؟ x 2 صدم ضرب در 1 میشه چقدر؟ 2 صدم. تمام. اوکی؟ این ازی. حالا جزوه کاملش هم وسط میفرستم، فیلم هم وسط میفرستم که نگاه کنی دوباره. این ازی. آقا سوال بعدی رو نگاه کن. نکته بمیز. اگر آره اگر کیلوگرم دیدی، اگر کیلوگرم دیدی به گرم تبدیل کن. اگر کیلوگرم دیدی به تبدیل کن به گرم. چجوری کیلوگرم رو به گرم تبدیل کنم؟ چجوری کیلوگرم به گرم تبدیل بشه؟ ضرب در هزار. ضرب در چند؟ هزار. پس اول به گرم تبدیل کن، بعد برو وارد استیکیومتری بشو. اوکی؟ استاد خسته شدیم، خسته نباشی. خیلی این سوال من حل میکنم، گوش کن. بعدی اون دوباره تو حل کن. گفته برای تهیه 2 کیلوگرم چی؟ فسفوریک اسید. آقا 2 کیلوگرم میشه چقدر؟ 2000 گرم. قبول داری تا اینجا؟ گفته چند گرم سولفوریک اسید با خلوص 80% لازم است. قبول داری تا اینجا؟ اینجا چی میفته پایین؟ گرم. اینجا چی میفته پایین؟ گرم. باید برم جرمولی حساب کنم. هاش 224 با استفاده از اینا حساب کنم میشه 98. چند تا 98 تا؟ جرمولی بلد این حساب کنین دیگه. های استپ و چارم برم با استفاده از اون حساب کنم دوباره این میشه 98. آقا چند تا 98 تا؟ دو تا 98 تا. با بری حساب کنی اما تستیگر بزنی حفظ میشه اصلا خیلی راحت. نباید بذاری جلوت حفظ کنی، باید اینقدر تست بزنی که به چی بشه با تسلط برسی. آقا چی با چی خط میخوره؟ 98. سالته اینو میگیناره. این صفرم با این صفره این میشه 1، این میشه چقدر؟ 1000. درسته؟ دیگه گوش کن. دیگه اگه بخوام ساده نمیام بکنم. از این ساده تر. میام چیکار؟ 1000 با 8 هم میتونم ساده کنم دیگه. به چند؟ به 2. به 4 میام ساده کنم. به 4 میام ساده میکنم. درسته؟ به 4 بیام ساده کنم یا به 3، به 8 هم میتونم ساده کنم دیگه. به 8 ساده کنم این میشه 1 مرتبه. این میشه 125. حالا طرفین وسطین. طرف وسطی میخوام انجام بدم. 125 ضرب در 3 میشه چقدر؟ 375. x دهم ضرب در 1 میشه چقدر؟ x دهم. قبول دارین 10 میره تو این ضرب میشه؟ x هم چقدر میشه؟ 3750. این هستی. ایول عالی. 3750. ببین من اینو گفتم تا آخرم سوالاش همینه. حالا همه رو کامل حل میکنم چون بچه ها میخوام تیپ بیشتری بگم. تیپ بعدی هم بهتون میگم، دوباره برمیگردیم همه رو حل میکنم از یک کنار. تیپ بعدی چیه؟ این اصلا بدون شک هر سال سواله، یعنی هر سال سواله، یعنی اصلا شک نداشته باش، یعنی هیچ سالی نشه که باز درصدی نیاد. ده و با هزار، با آقا هزار اون بر تو مخرج بود، دهم اون بر تو چی بود؟ هزار تو صورت بود، دهم تو مخرج بود. خیلی اصلا چیز واضحیه. وقتی هزار تو صورت دهم تو مخرج این کلی با هم دیگه بزنی یک ذره باید چی کنیم دیگه؟ بازده چی؟ تو مدرسه بهتون چی گفتن؟
خب خانه شده باز تعریفش مثلا سالار چجوری حل می‌کردی؟ نه دیگه تو کلاس من بودی پارسال دیگه تو نه بذار جوز پارسال چی در باره بچه آقا باز درصدی چیه؟ نظری به عملی آفرین ای بر نظری به عملی اردو خانی تو که بودی نکو دیگه اون که دیگه تو جوز دبیر رو دبیر بود؟ چی بود باز؟ آره آره باز درصدی چی کار میدی؟ دبیرشون گفته چی کار کنی؟ اوکی بازدرصد این که مقدار نظری به عملی بعد تو نمیفهمی نظری کدومه عملی کدومه بعد از آخر با هم دیگه قاطی میکنی تست شما آره آقا بازدرصدی رو اینجوری سوالشو حل میکنی گوش کن سمت چپ بالا پس چیه؟ بعد میگم بازدرصدی چیه چی میگی؟ بعد میگم مفهومش چیه؟ بعد چی میگی؟ بعد میگم آقا باشه سمت چپ بالا ولی تعریفش چیه؟ بعد سمت چپ بالا بعد میگی چی؟ سمت چپ کجا؟ ایوه سمت چپ بالا. این امیر مسعود نوشته یاد امیر مسعودی میفتن سمت چپ بالا گرفتی؟ بعد میگن خب مفهومش چیه چی میگی؟ بعد میگن خب تعریفش چی شده؟ آفر ایوه همین بازرسته همینه حالا با میگه سوال حل کنیم دو تا سوال حل کنیم بعد دیگه یه استراحت دانایست درسته گوش کن با سمت چپ بالا شماره تلفن 9900 آره خیلی گفته از تجزیه ببین بازرسدی آخر میذاریم آخر گفته 25 ممیز 2 دهم گرم سدیم هیدروژن کربنات میذارم چی 25 ممیز 2 دهم گرم سدیم هیدروژن کربنات به بازه فعلا کاری ندارم آخر میذارمش گفته چند گرم سدیم کربنات به دست میارد؟ چند؟ گرم آقا اینجا چی میفته پایین؟ گرم اینجا چی میفته پایین؟ گرم حالا گوش کن آقا سه و سه چند بود؟ شصت سه و سه چند بود؟ شصت خب این آ 23 دو تا 23 میشه چقدر؟ 46 46 با 60 میشه چقدر؟ 106 دیگه چقدر به دردت خورد؟ حالا اینجا سه و سه چنده؟ 60 با این میشه 61 با 23 میشه چقدر؟ 84 چند و 84 تا؟ 84 تا حالا بازه درصدی آقا تو فقط باید بفهمی سمت چپ این طرفه یا این طرفه؟ آقا سالی اسی بیا خیلی نه اوکی سمت چپ این طرفه یا این طرف؟ خودت بگو جان ما این داشته ما نگی این طرف یا این طرف چی؟ چپ آقا سمت چپ نه بزن من بگو سمت چپ این طرف یا این طرف آفر خب سمت چپ بالای اینه یا اینه خب بازی رو به چقدر داده؟ 80 درصد پس میرم سمت چپ بالا پس بازه درصدی هم چقدر میذارم؟ 80 درصد میذارم اینجا حالا سوال رو میخوام حل کنم گوش کن این 2084 میخوام هم دیگه سوال کنم قبول داری این صفره با این صفره میره؟ قبول داری 84 252 میره؟ سه برابر میشه یک مرتب اینجا چقدر؟ سه مرتب دو با 8 میره میشه یک مرتب اینجا چقدر؟ چهار مرتب حالا اینجا رو گوش اینجا خیلی مهمه آقا اینجا چی مونده؟ سه چهار تا دوازده صدوم چی شد؟ دوازده سه چهار تا دوازده صدوم ضرب در چی؟ صد و شیش اینجا هم ایکس ضرب در چند؟ یک خب باز نری مثل خنگا ضرب کنی یکانه این چنده؟ دو یکانه این چنده؟ دو شیشتا؟ یکانه دوازده چنده؟ دو جوابشو گذاشتن؟ یک تمام گرفتی؟ این از این نتم قرد شد دیگه من کاری ندارم دیگه چیکار کنم آقا فهمیدین چی شد؟ سمت چپ بالا سمت چپ؟ آره یه سوال خوب بیارم از این بیا سمت خوبه این واکنش رو بهت داده موازنه هم بهت داده
بعد بچه‌ها میگن آقا این جواب نمیده رو همه تستا، یه تست پیدا کن که روش جواب نده واسه من بیا به جایزه بدم. یه تست فقط برو حل کن. اگر رو یعنی چی معادله رو اون بر نوشته شد باشه میشه سمت راست. الهام تو رو خودت شوخی نکن با من. تا کی هستیم؟ هستیم فعلا. اگه دو تا یکانشون یکی شد بعد برو حساب کن. الان که یکانش فقط یک عدده میتونی تشخیص بدی همونو بزن دیگه. آره آره سوگند فاطمه جان، وقتی یکیش هست همونو بزن دیگه. استاد اعداد همیشه بگین یعنی چی اعداد بگم؟ گفته اگر بازه درصدیه برابر 80 درصد باشد از واکنش چی گفته؟ خب بچه‌ها یه چیز یادشون میفته دیگه. آفرین. گفته چند لیتر گاز CO چند لیتر. آقا لیتر می‌بینه باز گوشات فعال میشه. گفته چگالی آن انقدر باشد. تمام. مثلا مول چی SI چنده؟ نمی‌فهمم واقعا چی. آره. ولی الان که فقط یک دونه یک کانش همینه همونو بزن دیگه فاطمه جان. وقتی دوتا بود مثلا دوتا شیش دیدی دوتا دو دیدی بعد اون موقع برو حساب کن. میگه جرمول کربن نداره. خب لازم هم نیست بده. چند گاز CO چرا کربن نداره؟ کربن 12 داره. خب اگه به دردت خورد. کربن هم 12. جزوه هم ارسال می‌کنیم برای ثبت نامی. آره. فقط برای ثبت نامی. حل کن. پس بقیه هم حل کن. ببین چی میشه. باز درصدی آخر آخر باید بذاری. نمیدونم همون نمونه که شروع شده ده دقیقه شروع شده. هر وقت ثبت نامه کل فیلم ها رو بهتون میدیم. کل فیلم ها. آره نگران نباش. ده بار میتونی فیلم ها رو ببینی. 20 بار هم میتونی ببینی. ای بله احمدی استاد فوتبال تو دختری تو که زشت نه آده گیریه پسرهای چی نمیگن چه پرتابی کرد حامد خیلی خوب بچه چی شد هر تست یه دقیقه است ها بیشتر نباید وقت بذارید هر تست یه دقیقه به دست آوردی؟ امو جان چیکار کردی؟ مگر این نبود یک ماه زدم کیلوگرم تو بیدم چیکار کردی؟ فری خب اینجا چی بود؟ اینجا چی گذاشتی؟ جمولی این چقدر شد؟ 32 با این پیستش میشه 60 چوش نمیشه 60,000 درزا فقط یک هاشو میندازی پایین اینجا چی میفته پایین؟ گرمانوس پایین باز درصدی کجا میذاری؟ فقط برو تمام سمت چپ بالا حل کنین بچه ها حل کنین 233 ما 33 به دست آورده آقا فقط مشکلتون ریاضی باید تست زیاد بزنین همین فقط همین همه بچه ها اول همینجوری هستند یعنی ریاضیشون ضعیفه گفته یک ممیز دو دمام کیلوگرم چی؟ SiO2 یک ممیز دو دمام کیلوگرم ضرب در هزار کنی چقدر میشه؟ خدا اینا دیگه چندم دبستانه؟ فکر کنم دوم سوم میگن دیگه اینا رو 1200 گرم درسته؟ گفته چند لیتر گاز چی؟ CO X لیتر
آقا گرم اجازه ورود دارد؟ بله گرم میفته پایی. آیا لیتر اجازه ورود دارد؟ باید یه زب در چی بشه؟ مولار یا چی؟ سوال به چی داده؟ 16 دهم چی؟ چی با چی خرد میکنه؟ چی میفته پایین؟ گرم. گرم میفته پشت چی میذاشی؟ او 16 او 2 32 با 28 میشه چقدر؟ 60. گرم افتاد پایین. 30 12 با او 16 میشه چقدر؟ 28. چند 28 تو؟ دو تا 28. آقا باز درصدی چقدر داده؟ 80 درصد. کجا میذارم؟ سمت چپ بالا. تمام. چند درصد داده؟ حالا میخوام معامله ساده کنم. گوش کن اینجا رو. این صفره با این صفره میره. این دهه با این دهه میره. آقا 60 با 20. قبول داری؟ با 1200. میشه یک مرتبه این چقدر؟ 20 مرتبه. 8 هم با چی میره؟ نه دیگه 20 میشه دیگه. 1200 دیگه. درسته؟ حالا میخوام 8 هم با 16. میشه یک مرتبه این چقدر؟ دو مرتبه. آقا این دو هم اگه با این دو نمیره چه یک مرتبه. ایکس ضرب در یک چقدر میشه؟ ایکس 28 ضرب در چند؟ 20 میشه 500 و میست. عددشم خیلی رونده، خیلی راحت میتونی ساده کنی. فقط یه ذره ریاضی کار کن. ریاضی نمیخوای شیمی بخونی، ریاضی بخون. این از این ایوان. آقا ریاضی داخل 95 اینو حل کن دیگه، کافیه. جلسه بعدی دیگه میخوام بریم وارد اصلیاش بشیم. اینا که اصلی بود دیگه، یعنی پایه شیمی همیناست. خیلی سوال سخت‌ترش مثلا المپیادا، نمیدونم سوال سنجش، گزینه دو، تیپای خیلی سختش. مجبوریم کار کنیم دیگه. اونا را. خب بخوام موازنه کنم. اینجا 1 4 3 4 12 6 16 8. برو حل کن. از اینجا به بعد نه چیه تو پرد حل کن اصلا برشمان تو دوام جا بشه دوگانه نخون. اصلا مهم نیست حس شده. حالا خودم هم خط ایز زدم. جواب سال قبلی 560. این از این آقا تو دهم بازه نداریم دیگه. کسی که دهم بوده تو همینجا بوده شیمیش دیگه تموم شده. اگه برای کنکور میخوای یاد بگیری باید چی کنی؟ ایوال خوش دل ایوال میگه یا 3 یا 2. آره یا 1 یا 4. یکی از این چهار تاست. حتما یکی از این چهار تا جواب میشه. ایوال عالی عالی. یا 2 یا 3. این بچه تو خونه دارن حل میکنن. آره ناموسه هم کجا اشتباه کردی؟ ایوه تمام چی کن کنی با خودت؟ خب 4 زده رو 85 جان ما انجام بده. باید 85 زده رو 4 نه جان ما یه بار دیگه همجان انجام بده. برای من توضیح هم بده 4 5 نه 20 8 4 3 2
بابا 32 با 2 میشه 34 نه 35. آره تو خودت ضرب اینا که چی نکن دیگه. اوکی خیلی خوب گفت حیات ها خط میخوره. بله خیلی مشکلتون دیگه شیمی نیستی، تو رو خدا برین یه فکر والی ریاضی بکنین. کلاس ریاضی میری؟ نه. یه کلاس ریاضی برین اوکیه. چند مول پیش آورده؟ x مول. اوکی اینجا چی میفته پایین؟ چند موله؟ 4 مول. اینجا چی میفته پایین؟ چند موله؟ 1 مول. اوکی خیلی خوب. امیر مسعودی گوش کن، گفته باز درصدی چقدره؟ 85 درصد. کجا ضرب میکنی؟ چپ؟ بالا. حالا میخوام با هم دیگه ساده کنم دیگه. 4 با 16 میشه 1 مرتبه. این چه چقدر؟ 4 مرتبه. x ضرب در 1 میشه چقدر؟ x 4 تا 85 تا میشه 340. 340 هزارم ضرب در 1 میشه 340 هزارم ضرب در 1. این صفر با این صفر خواهیم میشه 34. پس سگم الان یاد گرفتیم، درصد خلوص هم یاد گرفتیم، باز درصدی هم یاد گرفتیم. از 4 تا 3 الان دو تاشو قطعی میتونیم بزنیم تو کنکور. گرفتین؟ این از فیلم اینجا رفت. باشه بابا کشتی خودتو. ببین این یه دونه صفر داره. درسته؟ این هم دو تا صفر داره. میشه 340 هزارم. این از این. قربونت. یه کلاس آریان هیدری باید بفرستمتون. بر ریاضی. آقا ببین یک مبحثی هست، خب این که مثلا بقیه میتونن جواب بدن یا نه، حالا نگاه چی کنی لایو باشه نگاه کنی بهتر سن جواب بده. حالا میگن روی این جواب نده، خودشون اصلا نمیتونن جواب بدن. هر دبیری میگه 3 4 تا بیشتر حل نمیکنه. این اصلا خیلی بقیه خیلی بهتر بود. اون چیزی که من تو بچه دیدم نتایجشون خیلی بهتر بود. هم کنکور 99 هم 1400 عالی بود. عالی تنها کسی که منو چی میکنم همونه. اون 100000 نمیشه. من عمو جان گوش کن، یک مسئله که هست، تو فرض کن این عدد رو داری، یک دهم ضرب در یک صدم، به من جواب بده آیا میتونی در با این صده بزنی یا نه؟ میتونی بزنی؟ نه. میمیسیم یک هزارم دیگه ضرب میکنی، پس این ده با این صده ساده نمیشه. جلسه بعدی براتون تکالیف تو گروهتون میذارم. یه گروه میذاریم؟ آره خوبه هیدری، به نظرم از بقیه بهتره. این از این تو گروهتون میذارم، کامل کامل حل کنین، جزورم دو سه بار حل کنین، فیلمم یه بار دیگه نگاه کنین خیلی بهتره. سعی میکنم جلساتتون بیشتر کنم، حالا جداتون میکنم ولی دو جلسه داریم تو هفته.